به نام خدا و سلام و تشکر از حضورتون شما عزیزان که ما رو مثل همیشه حمایت کردید تشکر آوردید و با کمک‌های فکری خودتون تونستیم سرای ایران رو تا امروز به این شکل آبرومند اداره کنیم. این اولین جلسه است که ما همزمان با شبکه زوم در فیسبوک و یوتیوب هم پخش می‌کنیم و دوستان میتونن از اون کانال‌های دیگه هم با ما در ارتباط باشن و سوالاتشون رو مطرح کنن. امیدواری هستیم که این سرآغاز پخش برنامه ها منجر به این بشه که به زودی بتونیم به هر حال از امکانات تصویری و صدا بهتر برای هموطنامون مؤثر باشیم. مثل همیشه برای دوستانی که تازه وارد مجموعه سر ایران میشن، در واقع هدفمون رو اعلام میکنیم که ما به سرساز ورود ایرانیان به صحنه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کانادا هستیم. ریشمون در فرهنگ ایران است و نگاه و تلاشمون در جهت ارتقاء سطح مشارکت ایرانیان در کانادا است. همونطور که خب اینجا شاهد هستید میبینید که جامعه ایرانی نقش بسیار زیادی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی نداره. ما چه در شهرداری‌ها، چه در آموزش پرورش و چه در پارلمان اونجور که لایق ایرانیان هست جایی نداریم و تصور ما برای اینه که اگر ما رفتارهای اجتماعیمون منطبق با فرهنگ کشور مقصد که اومدیم باشه، یقیناً در بخش اقتصادی هم پیشرفت خواهیم کرد. با این دوتا بخش ما میتونیم به بخش سیاسی هم وارد بشیم. برای همین سه تا کمیته در این مجموعه ایجاد شده که کمیته اجتماعی بیشتر روی رفتارهای اجتماعی در واقع متمرکز هست و امروز آقای دکتر عابدی و آقای دکتر علیرضا صدقی اینجا حضور دارن و ما رو یک مدار از برنامه هایی که در این کمیته انجام میشه مطلع خواهیم کرد. تشکیلات و سازمان سرا هم مشتمل بر هیئت مؤسس هست، هیئت مدیره و کنگره که سه تا کمیته اجتماعی اقتصادی و سیاسی در واقع روش های وصول به این اهداف رو پیشنهاد میدن. یقینا معتقد هستیم که ورود به جایگاه سیاسی در کانادا نیازمند وجود حضور در اقتصاد و در واقع ظرفیت های اجتماعی است. ظرفیت های اجتماعی را ما این روزها کاملا احساس میکنیم که وقتی وارد این مجموعه در واقع کشور میشیم خیلی به سختی پذیرا میشیم روش ها و قانونمندی رو. لذا من خواهشم اینه که دوستان اگر در هر کجا در این کشور به هر حال پهناور کانادا در این رابطه پیشنهادی دارن ما رو راهنمایی کنن، تشریف بیارن، در جلسات ما شرکت کنن و ایده های خودشون رو مطرح بکنن. ما در کمیته اجتماعی در تلاشیم که یه بازتعریفی از رفتارهای ایرانیان و ایبیابی از سوء رفتارهای مخرب در ارزیابی جامعه ایرانی در واگذاری مسئولیت ها در کانادا درویش کنیم، یا به عبارتی پیوند زدن علایق و بستگی اجتماعی ایرانیان از اشتراکات مورد علاقه در واقع مشترکات کاناداست بر اساس اعتماد سازی، شفافیت، مسئولیت پذیری، تعامل و پاسخگویی. من از جناب آقای دکتر عابدی و دکتر صدقی تشکر میکنم که مرتب در این رابطه کمک میکنن و باعث میشن که ما بتونیم ارتباطات خودمون رو با جامعه ایرانی بیشتر بکنیم. امروز مجری برنامه آقای محسن یزدانی هستند که از اعضای هیئت مدیره و در رابطه با این در واقع فضای ایجاد شده برای یوتیوب و فیسبوک کمک کردن این برنامه رو تنظیم کردن. من متشکرم، بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. خواهش میکنم برنامه رو ادامه بدید آقای یزدانی. تشکر میکنم از جناب مهندس صدقی برای معرفی سرای ایران به بینندگان عزیز. در ابتدا خدمت شما مختصری از سوابق مهمانان گرامی عرض میکنم خدمتون. دکتر علیرضا صدقی
متخصص روانشناسی، مدرس و مشاور بالینی استان بی سی کانادا هستند. افزون بر دکترای تخصصی روانشناسی و دو کارشناسی ارشد در گرایش‌های متفاوت روانشناسی، مشاور بالینی دارای پروانه استان بریتیش کلمبیا کانادا، عضو انجمن روانشناسی آمریکا و عضو رسمی دارای پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، دانش آموخته کالج دولتی ونکوور کانادا، مدرس دوره دروس تخصصی روانشناسی و مشاوره در دانشگاه‌های ایران و مدرس دوره‌های خودمدیریتی دانشگاه ویکتوریا کانادا هستند. تمرکز ایشون روی مشاوره و رواندرمانی در کنار سنجش و پژوهش که حیطه کلی فعالیت حرفی ایشان را تشکیل می‌دهد، در شاخه‌های گوناگون روانشناسی مانند روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه، به خصوص روانشناسی اجتماعی و بین فرهنگی و روانشناسی مهاجرت می باشند. ایشان همچنین ارائه دهنده کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های رادیو تلویزیونی و آموزش در فضای مجازی در ایران و کانادا بودند و در حال حاضر علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی روانشناسی برای عموم و برای متخصصین به زبان فارسی و انگلیسی برنامه اجرا کردند. ایشان همچنین مراجعین فارسی و انگلیسی زبان را در دفتر خصوصی خود در ونکوور با تماس و وقت قبلی میپذیرند. مهمان دیگه برنامه امشب ما جناب دکتر آبدی هستند. ایشون دارای دکترای جامعه شناسی و استاد اسبق دانشگاه تخصص در زمینه رفتارهای سوسایل اکونومیک با تاکید بر فقر بین المللی هستند. پایه‌گذار و مدیر مسئول مؤسسه ندای مهر ایزد و فعال در زمینه فعالیت‌های اجتماع محور و کنشگری اجتماعی. همچنین تسهیلگر اجتماعی و مجری پروژه‌های محله‌ای می‌باشند ایشان. علاوه بر این مشاور در حوزه‌های توانمندسازی بانوان و ظرفیت‌سازی منطقه‌ای هستند. ایشون همچنین ستون نویس اسفر بر صفحه اجتماعی روزنامه شرق بودند. رئیس کرسی اخلاق حرفه‌ای مدرسه بازرگانی ماهان و همچنین کارشناس مجری رادیو ایران، گفتگو سلامت و خانواده و اقتصاد بودند. با این معرفی که خدمتتون عرض کردم، از جناب دکتر علیرضا صدقی خواهش میکنم ویدئویی رو که در اینستاگرام داشتن اینجا برای دوستان عزیز شیر کنن توی زوم که در کانال‌های دیگه هم دیده میشه. بفرمایید. درود بر شما. یادگیری زبان مادری تأثیر روی یادگیری و تقویت زبان دوم داره؟ اگه تأثیر داره، این تأثیر مثبت یا منفی؟ دغدغه بسیاری از مادر پدرها برای بچه‌های خودشون وقتی زبان محیط و زبان در خانه یکی نیست و متفاوته، این تأثیر متقابل زبان مادری و زبان دوم. این مسئله تأثیر یادگیری زبان مادری روی یادگیری و تقویت زبان دوم میتونه مسئله هر شرایطی و در هر کشوری و با هر زبانی باشه. مثلا این پرسش برای پدر مادرای فارسی زبون ممکنه پیش بیاد که چه ضرورتی برای یادگیری زبان مادری در کنار زبان انگلیسی هست. برخی والدین ممکنه ضرورتی در یادگیری زبان مادری نبینن، چون باور دارن یادگیری زبان دوم به اندازه کافی برای فرزندشون چالش برانگیز، وقتگیر و انرژی بر هست که به موارد دیگه از جمله به تقویت زبان مادری نپردازن. برخی ممکنه فراتر از این برن و باور داشته باشن که یادگیری زبان مادری حتی میتونه مضر باشه و موجب تداخل در یادگیری زبان دوم بشه.
و اینکه برای یادگیری بهتر و پیشرفت در زبان دوم بهتره که کودک در زبان دوم غرق بشه و هر عامل مداخله گری در این میان بهتره که حذف بشه، حتی زبان مادری. این نوع والدین ممکنه مثالهایی از تداخل زبانی در بزرگسالان هم بیاره. مثلا کسی که زبان انگلیسی میدونه برای یادگیری زبان آلمانی به دلیل تشابه واژه‌های هر دو زبان ممکنه دچار مشکل بشه. والدینی هم هستن که باور دارن و میگن که یادگیری زبان مادری گیریم که ضرری هم نداشته باشه، اصلا چه نفعی داره؟ ما میخوایم بچه‌مون همه چیزش مثل اینجایی ها بشه، اسمش رو اینجایی گذاشتیم، قیافش به اینا میخوره، ما هم کمتر جلوی چشمیان، پس بچه‌مون به عنوان یه مهاجر شناخته نمیشه، یک سر اینجاییه دیگه، چه نیازی به فرهنگ و خودی و زبان مادری هست؟ این باورها هم در مادر پدرها وجود داره، هم در برخی متخصصی. ما میخوایم بگیم بر پایه شواهد علمی و پژوهش‌های متعدد باور داریم که در واقع یادگیری و تقویت زبان مادری روی یادگیری و تقویت زبان دوم تأثیر زیاد و مثبتی داره. یعنی یادگیری زبان مادری نه تنها در یادگیری زبان دوم تداخل ایجاد نمی‌کنه، بلکه ضرورت هم داره، چون این تأثیر خوب و مفید زبان مادری نه تنها مربوط به زبان دوم و فرهنگ جامعه میزبان میشه، بلکه بیشتر از اون یادگیری زبان مادری کل وجود بچه رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی تقویت زبان مادری با بهبود عوامل روانشناختی مثل تقویت عزت نفس، در واقع بهبود مهارت‌های اجتماعی، خلاقیت، تفکر نقاد و همینطور هویت یابی ارتباط داره. شواهد علمی نکات جالبی در زمینه روانشناسی زبان و زبانشناسی به ما نشون بده. یکی اینه که باید توجه داشته باشیم که زبان آموزی کودکان به کلی با زبان آموزی بزرگسالان متفاوته. مثلا برخلاف بزرگسالان، کودکان آمادگی یادگیری همزمان چند تا زبان رو با هم دارن. یا اینی که زبان آموزی در کودکان یه دوره حیاتی داره، یه دوره حساسی داره، اگر حتی نگیم حیاتی. مثلا تا حدود 13 سالگی اگر یادگیری زبان در بچه ها به مانع بر بخوره یا دچار وقفه بشه، پس از اون یادگیری کامل و همه جانبه زبان دچار مشکل جدی میشه. مثال های چندی از کودکانی داریم ما که یا در جنگل پیدا شدن یا محبوس بودن در خونه، پس از برگشت به زندگی عادی بسیاری از آسیب های جدیشون مثل آسیب های اسکلتی جبران شده بود، اما آسیب زبانی هیچگاه به طور کامل برطرف نشد. نکته دیگه ارتباط متقابل تفکر و زبان، یعنی تقویت زبان مادری روی تقویت تفکر نقاد و تفکر خلاق اثر داره و همینطور انواع تفکر از جمله تفکر خلاق و تفکر نقاد روی تقویت زبان مادری و زبان دوم هم تأثیر داره. پس با توجه به اثرات مهم یادگیری، من می‌خواستم ضمن عرض سلام خواهش بکنم آقای دکتر عابدی انشالله شروع بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای دو سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، عرض ادب دارم تمام عزیزانی که بیننده برنامه ما هستند و چه طریق یوتیوب، چه طریق فیسبوک، چه طریق شبکه زوم. دوستانی که در فیسبوک بیننده هستن اگر نظری دارن میتونن بنویسن، بلافاصله به واتساپ انتقال داده میشه، و دوستانی که در یوتیوب هستن میتونن در واتساپ نظریات خودشون رو شیر بکنن، ما استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر صدقی، من خیلی آموختم، خیلی به قول آقای یزدانی اسپیچ خیلی پرمحتوایی بود، یه جورای عصاره آنچه که امروز بعد میگفتیم رو شما در یک چند دقیقه کوتاه فرمودید. خیلی آموزنده بود، جالب بود.
برای همین امروز کور هسته بحث رو من میخوام که از شما بیاموزم، یاد بگیرم و شما ادامه دار باشین. تنها آنچه که شما لطف کردید بگفتید من آغازگرش باشم و ازتون ممنونم از این بابت، اینی که من اجازه بدید یه مقدمه کلی میخوام قبل از اینکه وارد بحث تخصصی تاثیر یادگیری زبان دوم سوم، زبان مادری رو زبان دوم سومه و آنچه که بحث تخصصی شما بود و خب بسیار جالبه و اصل بحثی است، من یه مقدمه بگم که این مقدمه بتونه ما رو بهتر به بحث اصلی راهنمون بشه. من در درجه نخست به صورت خیلی جنرال میخوام بگم که همه میدونن دانستن هر زبان، یادتون باشه سردر فکر میکنم اگه شما نکنم مؤسسه ملی زبان بود نوشته بود که Any new language, new life. هر دانستن هر زبان، دانستن هر زبان واقعا یک زندگی جدیده. یعنی فقط تاکید ما روی این نیستش که زبان مادری، زبان دوم یا زبان دوم زبان مادری، هر زبانی که حتی زبان مادری یا زبان دوم سوم ما نباشه، دانستنش یک دریچه ای رو برای ما به روی جهان دیگری میگشاید. جهانی پر از واژه ها، جهانی پر از فرهنگ، جهانی پر از شناخت جدید و معرفت جدید به یک قوم، به قبیله، به یک نژاد، و میبینیم که چقدر آدم ها رو تواناتر میکنه. در حقیقت میتونم بگم یادگیری زبان یه نوع پتانسیل یک انسان برای توانایی های بیشتر، یک پتانسیل یه جورایی بالقوه که میتونه خیلی راحت بالفعل بشه. من حالا مثال هاشو خیلی نمیخوام بگم، ولی تصور بفرمایید الان ما جوانهایی رو داشتیم در ایران مثلا چینی یاد گرفته بودن، اصلا یه کریر جدیدی شروع کردن، مترجم شدن در کشور چینی. من جا در حالا یادم آمد اون مجری عزیزی در رادیو تلویزیون یک چین که امروز یکی از برجسته ترین مجریان کشور چین هست و بسیار دوستش دارن، اسمش فراموش کردم، تصادفا 6 ساله فقط رفته چین و شده یکی از برجسته ترین مجریان شبکه یک چین. خب اینها همه فرصت های بالقوه که با یادگیری یک زبان به بالقوه تبدیل میشه. اما اینسی بدید برگردیم سر بحث اصل مطلب که اهمیت زبان مادری، بالاخص در مورد مهاجرینی که از ایران مهاجرت میکنن به کشورهای خصوصا آنگلوساکسون و انگلیسی زبان، و اشاره بسیار بسیار خاصی دارم به زحمتی که آقای امیر عزیز، امیر باجکیان عزیز در فارسی در بی سی دارن انجام میدن و به امید خدا فکر میکنم داره به ثمر میشینه و تا حد زیادی به ثمر نشسته. من اینجا یک اشاره کوتاهی بکنم، بعد از سالها و بعد از سالها که انجمنها، تشکلها و کسانی که فعال هستن، ایرانیانی که در خارج از ایران فعال هستن، بعد از حرفها و گفته ها و نوشته ها، شاید اولین بار من دارم میبینم که این کمپین و پویش، حالا فارسیشو بگیم، پویش فارسی در بی سی از اون دست کارهاست که بیشتر از این که حرف باشه به عمله. حالا یا بخوایم بگیم حرفیه که بشه تماما و تمام قد به عمل به ثمر نشست، و واقعا از این بابت تشکر میکنم که دارم میبینم این عمل، این شاید نمونه پروژه های موفق ایرانیانه که داره به عمل میشینه، داره به ثمر میشینه، و ما ثمراتش رو در سالهای آینده خیلی ملموستر و بهتر خواهیم دید و باعث افتخار ما خواهد بود. ممنونم آقای باجکیان عزیز، از همینجا ازتون تشکر میکنم، هستید یا نیستید. بنابراین ما در مورد زبان مادری، زبان فارسی در کشور آنگلوساکسون میخوایم اشاره بکنیم، و دلیلش هم اینه که نه به ادعای من، به ادعای تمام زبانشناسان، به ادعای تمام ادیبان و دانشمندان و محققین جهان در حوزه ادبیات، بیشک زبان فارسی یکی از غنیترین زبانهای زنده و کهن در سراسر دنیاست. این رو بنده از مطالعاتی که، یعنی از جاهای مختلفی، از منابع بسیار موثقی خوندم و کسانی که زبانشناس بودن، و البته نیازی نیست بخوام دلیل بیارم برای ادعام، برای اینکه دلیل ادعای من مترجمین بسیار بزرگی در حوزه ادب و شعر فارسی بودن که این مترجمین آدمای بزرگی در طول تاریخ بودن، که حالا یکیشو بخوام مثال بزنم، فیتزجرالد که رباعیات خیام رو ترجمه کرد به انگلیسی. مطمئن باشید یک فرهنگ و زبان غنیه که یک آدمی رو میکشه مثل گوته که سالهای سال عمرش رو برای حافظ شناسی صرف بکنه. پس بنابراین اینی که زبان ایرانی زبان بسیار غنی کدمان پذیر نیست، و این زبان غنی البته
این رو هم اشاره بکنم، یادگیری بسیار بسیار دشواری داره. شاید خیلی از ما فراموش میکنیم که شاید تنها یا معدود زبان در دنیاست که متاسفانه حرف صدادار چون استفاده نمیکنیم یادگیریش به شدت سخته. یعنی خواندنش یکی از مشکل ترین رمزگشاییه در حقیقت، خواندن زبان فارسی برای یک غیر فارسی زبان. شما تصور کنید یک عبارت ساده مثلا من بلد هستم رو به هزاران نوع مختلف میشه خوند، چون ما عادت نداریم حرف صدادار اعراب بذاریم برای جمله هامون. شاید عربی به مراتب راحت تر باشه چون اعراب میذاریم، ولی فارسی بسیار سخته. بخش زیادیش عادتیه. خیلی از بچهای ما که از کودکی فارسی یاد میگیرن کلمات رو عادت میکنن. عادت میکنن که بلد بلد نیست، بلد نیست، بلد نم بلده نیست. بلد بلده چون عادت کردم گفتاری و شنیداری. علیه حال مثلا میگم سختم هست و یاد گیریش به این راحتی ها نیست. مطلب دیگه ای که میخوام بگم که شاید آقای دکتر صدقی بعدن این قضیه رو بیشتر باز بکنم، من فقط یه اشاره میکنم برای ورود به اون. دانستن زبان مادری به غیر از آن چیزهایی که آقای دکتر صدقی در اون مقدمه کوتاه فرمودن و به درستی، یک بخش دیگری داره که ایشون حتما بحث خواهند داد و اون رشد عاطفی و به گونه انتقال مفاهیم از طریق زبان مادری. تصور بفرمایید در خانه‌ای که مادر پدر به زبان مادری صحبت میکنن و فرزند زبان مادری بلد نیست، مطمئنن مادر پدر نمیتوانن اون لب احساسات خودشون رو به بچه انتقال بدن، چون کلماتی رو که در زبان مادری استفاده میکنن فرزند متوجه نمیشه و انگلیسی از زبان دوم اگه بخوان اون کلمات رو بگن باز برای مادر پدر اون جایگاه رو نداره. بسیاری از کلمات، ما بسیاری از جملات و اصطلاحاتی داریم که در وقتی تبدیلش به انگلیسی میکنید جان مطلب از دست میره، حس مطلب از دست میره. وقتی میگیم مثلا ببخشید، من حالا یه واژه خیلی شاید خنده‌دار بشه بگم، مثلا میگیم عزیزم جیگرجونم، این جیگرجونم اگه بخوای به انگلیسی ترجمه کنی نمیشه، یعنی لب به مطلب رو نمیگه. نمیتونی بگی لیور جان، لیور نداری مثلا لیور، ولی وقتی در فارسی میگی استعاره یکی از جان از پاره تنت داری میگی. وقتی میگی جیگر عزیزم داری پاره تنت رو میگی. خیلی از اصطلاحات دیگه نمیتونه انتقال مفاهیم عاطفی رو در بر داشته باشه و باز دلیل مدعام اینه که ما استعاره هایی داریم، ما سبک های شعری داریم، ما صنایعی داریم از قبیل صنایعی مثل ایهام، صنایع استعاره، سبک های شعری مثل مستضاد. من خیلی نمیخوام وارد بخش ادبیاتش شم چون اصلا سواد استطاعت سوادشو ندارم، استطاعتش ندارم، ولی حداقل میدونم ما در زبان های دیگه چیزی به نام مستضاد، سبک زیبای مستضاد رو نداریم، سبک های رباعیات رو نداریم، سبک های نمیدونم عروض و قافیه ها رو نداریم، نمیدونم ایهام ها رو نداریم. شاید ایهام ها رو داشته باشیم ولی اون معنای خاصش که ما در مثنوی میخونیم اصلا اینو مطمئن نمیتونم با ظاهر صراحت بگم. بنابراین اینجا میگیم که زبان مادری ما به خصوص زبان فارسی اهمیت یاد گرفتنش دو چندان میشه، چون زبانی است بسیار غنی و دایره لغات بسیار وسیع و مفاهیم بسیار عمیق و پیچیده، اهمیتش رو دو چندان میکنه. اما اجازه بدید در قسمت بعد، چون من میخوام عرایزم و همه رو یک جا انجام بدم آقای دکتر صدقی، بعد منتظر شنیدن فرمایش شما باشم، چون من عرض کردم فقط یه مقدمه خیلی کلانی البته دارم میگم. من قسمت بعدی که میتونه به فرمایش آقای دکتر صدقی کمک بکنه که وارد بحث اصلی بشن، یه تقسیم بندی اجتماعی، یعنی یک تجزیه تحلیل و آنالیز اجتماعی کردم رو خانواده های مهاجری که از ایران میان به سایر کشورها. فقط منظورم کانادا امریکا نیست، آلمان، سوئد، جاهای غیر فارسی زبان میان. ما سه دسته خانواده اصلی داریم که امشب حتما در مورد اون باید صحبت بکنیم و دوستان نظراتشون رو بدن. دسته اول خانواده هایی هستن که مجدانه و فعالانه تلاش میکنن تا بچه هاشون در کشورهای غیر از انگلیسی زبان یا غیر زبان مادری خواندن، نوشتن و صحبت کردن رو یاد بگیرن. بسیار دشواره. خانواده هایی رو من میشناسم که تلاش کردن. من همینجا میخوام بگم مثلا آقای دکتر صدقی خودشون فرزند عزیزشون نه تنها می نویسن، می خونن و صحبت میکنن،
جای بسیار بسیار تحسین داره که خوش هم می نویسند. خب این خیلی جالبه. خب زحمت داره، تلاش میخواد، انگیزه میخواد، دلیل میخواد، برهان میخواد و همه اینا که تمام میشه پذیرش فرزند رو میخواد. خب بعد یه جوره هارمونی داشته باشیم، هم فرزند بتونه اینو بپذیره که بره بشینه زبان دیگه، زبان مادری بخونه، علارغم اینکه ممکنه مطمئن باشه که در بعدها اصلا بعدها در آینده دیگه بعدش نخواهد خورد، که البته اینطور نیست، چون که بعدا حالا من میپردازم بهش که دانستن زبان فارسی خودش یک توانایی میتونه باشه. خانواده های دوم خانواده های هستن که فعالانه به آموزش نمیپردازند، ولی تنها بسنده میکنن که به این در خانه به زبان فارسی صحبت کنن، زبان مادری صحبت کنن، نه عمدن صحبن ایرانی هن، سالها 40 سال 30 سال 20 سال ایران بودن، آمدن در خانه فارسی حرف میزنن، فرزندشون فارسی یاد میگیره اما متاسفانه خواندن و نوشتن یاد نمیگیره، و دوم آنکه فارسی دست و پا شکسته یاد میگیره که عطف به عرایز اول خودم نمیتونه اون انتقال مفاهیم رو خوب انجام بده. فارسی رو در حد یه گونه ارتباطات اولیه یا به قول مثل معروف گلیمش از آب کشیدن بیرون یاد میگیره. باز دیگه نمیتونه بفهمه مثلا وقتی میگیم که نمیدونم یه کلمه خیلی خوب فارسی معنادار فارسی میگیم، نمیفهمیم چی گفتی؟ نمیدونه، همین بگیر و ببر و بیار و بشین و اینا رو اونم با لهجه یاد میگیره. خیلی نمیتونه براش مزیتی رو در بر داشته باشه این فارسی یاد گرفتن، مگر اینکه فقط یک کامیونیکیشن ساده رو انجام بده. اما روی سخن من با خانواده های دست سومیه که فعالانه و آمدن تلاش میکنن تا فرزندانشون فارسی یاد نگیرند، یعنی برنامه ریزی میکنن که در خانه فارسی حرف نزنن، برنامه ریزی میکنن که تا فرزندشون تا جایی که میتونه به انگلیسی تکلم بکنه، و اصلا یعنی قرض دارن یه مغرضانه دنبال این هستن. خب اولین حرفی که من میخوام بزنم روی سخنم با این خانواده هاست این که مطمئن باشن اگر فرزندشون فارسی یاد بگیره در خانه از انگلیسی عقب نمیفته، چون به اندازه کافی در محیط های آموزشی انگلیسی رو با لهجه نیتیو و خیلی خوب یاد میگیره. و چرا؟ برای اینکه منابع یادگیری زبان دوم در کشورهای میزبان بسیار بسیار زیاده، ولی منابع یادگیری زبان مادری در این کشورها فقط کانون خانواده و والدینه، اگر قرار باشه کلاس زبان نذاریمشون. بنابراین شما تنها منبع یادگیری زبان فارسی رو از این بچه محروم میکنید و ایشون رو فقط به انگلیسی سوق میدید که ایشون انگلیسی یاد میگیره. اما متاسفانه میخوام دلایل اجتماعیشو بر بشمارم که چرا این کارو میکنن. اولین چیزی که متاسفانه در توجه آدمو جلب میکنه اینی که خیلی از این خانواده احساس میکنن بلد نبودن فارسی و یا بلد بودن انگلیسیشون هم با لهجه یه نوع منزلت اجتماعی یا به عبارت عامیانه تر یه نوع پرستیژه. من مثال هاشو میزنم. توجه کردین خانواده هایی که مدت زیادی در خارج هستن وقتی میان ایران عمه خاله عمو بچه رو میبینه مثلا سلام علی میکنه، خیلی با یک تبختری مثلا میگن که آه مثلا این فارسی بلد نیست، حیفی، نمیتونه حرف بزنه فارسی، باهاش انگلیسی حرف بزنی. نمیدونید با چه لذتی اینو میگن، با چه حس برتری جویی که مثلا بچه ما دیگه فارسی ایرانی نیست، دیگه لهجه داره ایرانی نیست. میدونید مثلا اینجوری، من یادم یه شخصی بود 4 سال بود اومده بود امریکا، بعد اومده بود ایران، خب مثلا طرف 28-30 سال ایران کار میکرد، کلاس مدرسه میرفت، اینا 4 سال اومده بود توی مهمونی که نشسته بود، بعد 5 دقیقه گفت من دیگه خسته شدم نمیتونم فارسی حرف بزنم، یعنی خیلی دارم انرژی خرج میکنم فارسی حرف بزنم، دیگه نمیتونم، ببخشید من میخوام دیگه انگلیسی بقیهش رو بگم. ببین این پس یه بخشش پرستیژه که ببخشید نمیخوام بگم، خیلی رقت انگیزه، خیلی رقت انگیزه، من یه نوع حس ترحم و دلسوزی داره این نوع تصور. دومی عامل که خیلی ارتباط داره به شاید به موارد دیگه که میخوام بگم، فرهنگ زدگیه، به دلایل سیاسی، به دلایل اعتقادی، به دلایل ایدئولوژی از فرهنگ گریزان و زده میشن، یعنی کسانی هستن که جزو منکر کنندگان گذشته، جزو انکار کنندگان فرهنگ، جزو کسانی که
پاش بیفته پاسپورت کشورشون رو پاره میکنن برای همیشه و دیگه پا تو این کشور نمیذارن. این هم رقت انگیز نیست ولی خیلی تلخه، خیلی تلخه که تو چنان از فرهنگ خودت زده بشی که دلت نخواد بچت به اون کلامی به اون زبان یاد بگیره. ریشه یابیش بسیار بسیار سخته، درمانش سخت‌تر از ریشه یابی و در نهایت بسیار تلخ این متصور و متاسف می‌شدم. مطلب گروه دیگری که یه مقداری ارتباط میتونه به این گروه پیدا کنه، گروهی هستن که اصولاً اعتقادی به یادگیری زبان فارسی ندارن. به قول فرمایش‌های دکتر صدقی میگن که خب زندگی جدید آغاز شده، فرزند من در این کشور به دنیا آمده و فرزند من دیگر ایرانی نیست، فرزند من کانادایی، هیچ لزومی هم نداره زبان فارسی یاد بگیره، کانادایی حرف میزنه تمامه، ما هم بعد مدتی ابه میریم و این بعدن وارد جامعه میشه. خب یه بابت منطقیه این، ولی وقتی ما میتونیم، این مال موقعی که ما وقتی نمیتونیم این فکر رو بکنیم، وقتی ما میتونیم حداقل برای یک نسل این زبان رو نگه داریم و حداقل برای نسل بعدی بچه‌های ما دوباره نگه دارن و این زبان آروم آروم سینه به سینه نقل بشه و این در حقیقت میشه گفت عرابه فرهنگی رو ما به حرکت چرخاش رو در بیاریم، چرا نکنیم؟ چرا فرهنگ رو، چرا ایرانی بودن رو در یک خانواده تمامش کنیم، تمام بشه که بعدم فامیلیشون عوض شد، اصلا یک خانواده آنفر، یعنی بیاد یه خانواده کانادایی بشه تمام شه. بازی مقداری قابل تأسفه که چرا باید ما خانواده ها بیان و این تمام بکنن، یعنی termination of the culture، اون culture تمام بکنن. و نهایتا خانواده هایی هستن که شاید به هیچ کنون اعتقاد ندارن، خانواده هایی هستن که آقای دکتر من حتما میخوام ازشون به این نکته توجه، به این نکته بپردازن تا ما یاد بگیریم. خانواده هایی که نه دوست دارم بچه‌شون یاد بگیره، پرستیژم و نمیدونم فرهنگ زدم نشدم، ولی اصولا به دلیل یک نوع کمبود اعتماد به نفس از حرف زدن به زبان مادری در جمع انگلیسی، در جمع کانادا یا در جمع آلمانیا و انگلیسی خجالت میکشم. یعنی من دیدم مثلا تو اتوبوس من حرف میزنم که چی نگو، تو چی میگی، فارسی حرف میزنی، خب مگه داریم حرف بد میزنی، داریم به زبان خودمون حرف میزنی، بد نیست که نه بابا میفهمن ایرانی هستیم، بده فارسی حرف نزن میفهمن، بده بابا میتونی انگلیسی حرف بزنی. خب اینم یک نوع به نظر من کاملا نتیجه گیری کاملا نشأت میگیره از خلأ اعتماد به نفس، که شما اعتماد به نفس نه فردی، اعتماد به نفس ملی نداری، اعتماد به نفس قومی گروهی فرهنگی نداری که افتخارم بکنی. من جالبه خیلی جا اینجا نه تو کشور دیگه‌ای که بودم میپرسیدم تو جمع که فارسی با اینا حرف زدم، بغلی پرسیدم این آوای زبان من به نظرت قشنگه؟ بگو آره خوشم میاد، زبانی نیست اذیتم کنه، صداهاش اذیتم نمیکنه، حتی فیدبک میگرفتم برام جالب بود، میپرسم چه جوریه زبانم. بنابراین امشب میتونیم در این مورد صحبت بکنیم. آقای دکتر صدقی عزیز، چند نکته است که من شاید اضافه بر اون چیزی که شما فهمیدید عرض کردم و دلم میخواد که شما در موردش صحبت کنید و واقعا بیاموزیم ببینیم چگونه هست چه جوری نیست. و اینکه نهایتا میخوام بگم که نمیدونم، شاید اصراری هم نباشه به اینکه فارسی رو یاد بگیریم، ولی داریم تلاشمون رو میکنیم که بچه هامون به زبان مادری بتونن صحبت کنن تا بتونیم هنوز فرهنگ فردوسی، فرهنگ حافظ و فرهنگ سعدی رو هنوز بتونیم در سینه هامون جا بدیم و بتونیم هنوز ببالیم به خودمون که به زبان فارسی مینویسیم، به زبان فارسی حرف میزنیم و به زبان فارسی میخونیم. مرسی. ببخشید. آقای دکتر صدقی در خدمت. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر عابدی، خیلی زیبا و شیرین این مطلب کوتاه و بستش دادید، حتما در جای جای استفاده میکنیم. من ابتدا به ساکن میخوام با این جمله شروع بکنم که یادگیری زبان دوم یا زبان دیگر نه تنها یادگیری واژه‌های متفاوت برای پدیده‌های یکسانی هست، بلکه همینطور یادگیری راه دیگری برای فکر کردن درباره پدیده هاست. و چه زبانی بهتر از زبان مادری که در کنار زبان دیگه آموزش داده بشه. ما همونطور که آقای دکتر عابدی فرمودن تمرکزمون روی مهاجرین هست و اینجا به خصوص
در واقع درباره فارسی زبان‌ها در کشور کانادا که زبان رسمیش انگلیسی هست در قسمت استان بریتیش کولومبیا تمرکز داریم. اشاره خوبی هم کردن به کارزار فارسی در بی سی. در واقع افتخار میکنیم که بتونیم در واقع پشتیبانی بکنیم این پدیده رو که به صورت رسمی در مدارس در کنار 9 زبان دیگه فارسی هم به صورت واحدهای مجزا آموزش داده بشه. اینو هم باید بگیم، ما وقتی صحبت زبان مادری میکنیم ممکنه این زبان از ناحیه پدر بزرگ مادر بزرگ باشه، ممکنه زبان از ناحیه پدر باشه ما، و ممکنه چند تا زبان مادری باشه. ما زبانی که در واقع ریشه‌ای هست و به صورت کلی‌تر به عنوان زبان موروثی ازش یاد میشه و زبانی که در خانه صحبت میشه، این به این صورت ما به صورت کلی این واژه رو به کار میبریم. و نکته دیگه‌ای که باید بیانش بکنیم، پدیده زبان و زبانشناسی بسیار بسیار پدیده پیچیده‌ای هست. ما اینجا سعی کردیم که بخش‌هایی رو، حالا آقای دکتر عابدی از ناحیه جامعه شناسی زبان و من از ناحیه روانشناسی زبان، بازش کنیم، بهش اشاره بکنیم. یک پدیده به صورت مداوم هست و یکی از بزرگترین دغدغه‌های خانواده‌های مهاجرین، و در واقع همونطوری که مثال زدن درباره بعضی از خانواده‌ها ممکنه مخالف این قضیه باشن و به هر دلیلی یا در اثر بی اطلاعی یا واقعاً احساس بکنن که اینطوری بهتره، و در این زمینه ما یه سری بنابراین چیزهای غیر واقعی داریم که باید با پژوهش‌ها نشون داده بشه که اینها درست نیست. مثلا اینکه من اگر زبان همزمان بخوام زبانی رو یاد بگیرم، با هم دیگه اینا تداخل ایجاد میشه و قاطی میکنم. ولی واقعیت اینه که این قضیه در زبان آموزی در بزرگسالان با کودکان متفاوته، و دومن تازه این تداخل بعضی اوقات باعث بهبودی میشه. ما که زبان دوممون انگلیسی هست، اگر بخوایم بریم فرانسه یاد بگیریم خیلی جاها کمک کننده میشه، بسیاری از واژه ها مثل هم هست. نکته دیگه ای که ایرادی که ممکنه بگیرن این هستش که همش میخواد ترجمه بشه و زبان دیگه باعث میشه فقط بخوان ترجمه کنن، در صورتی که ترجمه چیز بدی نیست، مفید هست و اجتناب ناپذیر هم هست. درباره این قضیه خیلی از نواحی مختلف ممکنه چیز باشن، مخالف باشن یا در اثر بی اطلاعی، همونطوری که آقای دکتر عابدی کامل توضیح دادن و این بحث بیشتر بحث ایشون هست، من خیلی واردش نمیشم. و واقعیت اینه از زمینه‌های مختلف، ولی ما اول میخوایم من اینو جا بندازم که در واقع زبان، در واقع خدمت شما عرض بکنم که مادری تقویتش در زمینه‌های مختلف تأثیرگذار خواهد بود و بعدش ببینیم که چه راه‌هایی وجود داره برای این قضیه. یه اشاره‌های کوچولویی ما انجام دادیم که در واقع این چه در واقع مزایایی داره. ما بیایم به این قضیه بپردازیم. وقتی میگیم که فراگیری یا تقویت زبان مادری به چه معناست؟ چون زبان مادری رو گفتیم، منظورمون گفتیم به چه حالتی هست، اما تقویت و فراگیریش به چه معناست؟ ممکنه کسی خانواده‌ای احساس بکنه که اگر همینقدر که بچهش بتونه صحبت بکنه به اون زبان یا بتونه بشنوه، یعنی زبان شفاهیش قوی باشه، کفایت میکنه. حالا حتی اگه با لهجه صحبت میکنه،
البته ما اینجا نمیخوایم ایرادی بگیریم، بسیاری از خانواده‌ها زحمت میکشن، تلاش میکنن، ولی ممکنه خیلی نتیجه نگیرن. خیلی عوامل مختلفی ممکنه در این زمینه دخالت داشته باشه، به خود فرد، میزان هوش زبانیش و خیلی شرایط دیگه بستگی داره. ما در به صورت کلی داریم میگیم که یه سری چیزها رو روشن بکنیم و در واقع ما زبان، وقتی میگیم فراگیری زبان مادری، مثل فراگیری هر زبانی هست، ما در زبانی میگیم قوی هستیم و اون زبان رو میدانیم که مهارت‌های گوناگون زبانی رو درش قوی باشیم، یعنی به تعداد خوب واژگان رو بدونیم و زبان شفاهیمون، گفتارمون و شنیدارمون خوب باشه. اما اینجا من دو تا نکته رو میخوام در واقع روش تأکید کنم. اول از همه، تا وقتی که زبان به صورت شفاهی باشه، این ساختارهای پیچیده درش شکل نمیگیره و زبان شفاهی روز به روز، مرحله به مرحله به سمت ساده تر شدن میره. چرا؟ به دلیل اینکه حجم حافظه ما محدود هست، برای شنونده و برای گوینده راحت تر هست هی اینو ساده ترش بکنه و کم کم این فراموش میشه. شامل هر زبان شفاهی میتونه باشه. ما وقتی تاکید میکنیم برای دو نکته، یکی حتما باید زبان نوشتاری و زبان خواندن تقویت بشه، به خصوص زبان نوشتاری. به اون وسیله هست که وقتی که ما میخوایم شروع بکنیم به یک زبانی بنویسیم، ساختار نوشتارمون بسیار پیچیده تر میشه تا موقعی که داریم صحبت میکنیم، و خواندن درباره هر زبان بسیار کمک میکنه برای بهبود زبان. نکته دیگه درباره واژگان، ما باید واژگان خیلی خوبی رو داشته باشیم تا بتونیم دربارش بتونیم توضیح بدیم، بتونیم بفهمیمش، بتونیم به کارش ببریم. اما اینجا من یک پرانتزی باز کنم. خب ما میبینیم در واقع آموزش زبان فارسی صورت میخواد بگیره، اما ما منظورمون از آموزش زبان فارسی اون آموزشی نیست که به بچه های ما در مدارس ایران آموزش داده میشه. نوع خاصی از آموزش نیاز هست. ما قرار نیست بچه‌مون کنکور بده و ادبیات فارسی کنکور بده. ما قرار نیست روش‌های در واقع قدیمی و نخنما رو به کار ببریم، لغت معنی حفظ بکنه بچه. مثل بسیاری از سیستم‌های قدیمی ما باید به روز بشه، حتی تو ایران. وای به حال اینجا، ما نیاز به آموزش‌هایی داریم که مثل یه زبان دوم. ما وقتی می‌ریم انگلیسی رو یاد بگیریم، اولین نکته‌ای که یاد می‌گیریم چیه؟ ما اولین نکته سلام و احوالپرسی هست. ما اولین نکتمون این نیست که آن مرد آمد، آن مرد با اسب آمد، زیر باران آمد. این کاربردی نیست. بنابراین این دو نکته رو می‌خواستم بگم. پس منظورمون از یادگیری زبان تمام مهارت‌ها رو شامل میشه. و اینم ما مشخص بکنیم، ما وقتی میگیم بچه‌مون زبان مادری یاد بگیره، امید داریم به سمت دو زبانگی بره. وقتی هم خب انواع اقسام ما دو زبانگی ها رو داریم، دو زبانگی همزمان داریم، دو زبانگی متعادل یا همسان داریم، انواع اقسام دو زبانگی رو داریم. البته دو زبانگی همزمان و به خصوص همسان یک مقدار شاید ایدئالی باشه، شاید همیشه نشه به وجود بیاد، مگر در خانواده‌ای که مثلا پدر به یک زبان صحبت میکنه، مادر به یک زبان، و اگر فامیلای پدر میان، تمام خانواده برن به اون سمت با اون زبان صحبت میکنن و برعکس. البته اینجا ما صحبت لهجه ها رو نمیکنیم، صحبت زبان داره میکنیم. و ولی به صورت معمول اگر بچه‌ای در یه محیط در واقع انگلیسی زبون، بچه ما اینجا به دنیا میاد، ترجیح هست تا قبل از اینی که به سن در واقع پیش دبستانی بره،
تقویت بشه، زبان گفتاریش، شفاهیش، شنیدن و گفتاریش به زبان فارسی تقویت بشه. و بعد در مرحله بعدی، حالا که وارد مدرسه میشه، با این سیستمی که ما دوست داریم که این قضیه رخ بده، نیاد تو مدارس فارسی ما بریم فقط هفته یه بار خونده بشه و دوباره ارجاع میدیم به این کارزار بسیار خوب و مفید فارسی دربیسی. قرار هست به عنوان یک واحد درسی هفته یک بار، دو بار در مدرسه در کنار زبانهای دیگه، در دروس دیگه آموزش داده بشه. خب پس معنای دو زبانگی هم گفتیم، یعنی زبان مادری با زبان دیگه به این معنا میتونه به کار بره. اما یه مقدار درباره این بگیم که چه مزایایی داره. ببینید، بسیاری از پژوهش‌ها اینو نشون داده. به طور مثال، مثلا شکست تحصیلی و ترک تحصیل در بچه‌هایی که زبان مادریشون قوی هست، پژوهش‌ها نشون داده کمتر بوده. و نکته خیلی جالب درباره رشد شناختی، اونی که بیشتر به روانشناسی زبان مربوط هست، در تحقیقات نشون میده بچه‌های دو زبانه و وقتی هم میگیم بچه‌های دو زبانه، خب قطعاً بچه با زبان قوی مادری در دلش هست. تحقیقات نشون میده بچه‌های دو زبانه انجام عملیات شناختیشون در این عملیات موفق تره. یعنی چی؟ یعنی تشخیص اشکال متفاوت. ما به طور مثال آزمونی داریم، آزمون هوشی داریم، مثلا به نام آزمون هوشی ریوه. آزمون هوشی ریوه طرح‌های مختلف و الگوهای شکلی مختلف رو داره و بچه باید جایگزین بکنه. بچه های دو زبونه، پژوهش‌ها نشون میده که در انجام اون آزمون ها قوی تر عمل میکنن. و این یکی از بخش های اینه. بس نه تنها تقویت زبان مادری روی زبان دوم تأثیر میذاره، بلکه روی قسمت های دیگه تأثیر داره. یک نکته خیلی جالب که در واقع شاید بشه به این عنوان بهش نگاه کرد، اون بهبود در واقع هویت‌یابی در بچه هاست. میدونیم ما در سنین نوجوانی در روانشناسی داریم که بچه ها دچار بحران هویت میشن. بحران هویت یعنی چی؟ یعنی در سنین نوجوانی یعنی چی؟ بچه این سوال براش پیش میاد که من کی هستم؟ من حتی جدای از همکلاسیم، فامیلم، دوستم، من کی هستم؟ بخشی از این من کیستی یا هویت که حالا ممکنه منجر به این بشه که دچار بحرانی بشه، به وسیله ارتباط و کانکشنی که با فرهنگ خودش داره، بخشی از این پاسخ داده میشه و این احساس میکنه میدونه از کجا آمده و به چه فرهنگی تعلق داره و ویژگی های اون فرهنگ چی هست. بنابراین قسمت مهمی از این قضیه هویت‌یابی هست، هویت‌یابی اجتماعی، هویت‌یابی فرهنگی در بچه. و بنابراین این نکته خیلی مهم هست که ما توجه داشته باشیم یادگیری زبان مادری در واقع در به تک تک وجود بچه تأثیر داره. یعنی رشد شخصیت تأثیر میذاره. شما در نظر بگیرید که بچه‌ای که در واقع دو زبانه هست به وسیله تقویت زبان مادریش، این بچه حالا به غیر از اینی که در آینده احتمال به دست آوردن شغل براش خیلی بیشتر هست، تحصیلات بیشتر هست، شغل‌های در سطح اجتماعی اقتصادی بالاتری هست، این بچه نوع تفکرش متفاوته و در شخصیتش تأثیر میذاره. یعنی چی؟ یعنی این بچه وقتی که به یک قضیهی میخواد توجه بکنه، همونطور که اشاره قشنگی آقای دکتر عابدی کردن، اون تمام وجودش رو به وسیله زبان مادری میتونه بروز بده.
و یک نکته دیگه درباره ارتباطی که تفکر با زبان داره. ما میدونیم که دو زبانه ها راه های بیشتری برای تفکر دارن، یعنی انگار به یک موضوع از نواحی مختلف نگاه میکنن. یعنی چی؟ تعریف خلاقیت چی هست؟ ما به یک موضوع یکسان به از نواحی مختلف نگاه بکنیم. چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید. یعنی ما یک سوال ساده رو وقتی میکنیم، تفکر خلاق دارای نوع تفکر در واقع واگرا هست. یعنی به یک موضوع ما از نواحی مختلف نگاه میکنیم. مثلا ممکنه سوال بکنیم که از یک نقطه خارج یک خط چند خط عمود بر اون خط میشه وارد کرد. ممکنه افراد با هوش بالای غیر خلاقانه اعلام بکنن که یه دونه، هیچ اشکالی هم نداره، ولی ما با هوش خلاقانه میتونیم بگیم بی نهایت. مهم اینه که چجوری به این قضیه نگاه بکنیم. و بنابراین کسی که زبان مادرش قویه و کسی که دو زبانه هست به این وسیله یا چند زبانه بهتر هم هست، این فرد لحاظ تفکری میتونه تفکر خلاقانه بهتری داشته باشه، به یه موضوع از جوانب مختلف نگاه کنه. و همینطور تفکر نقادش، یعنی وقتی که حالا یه قسمتی هم مثال بزنیم، برای یک موضوع عادت کرده ترجمه بکنه، حالا در مرحله یه مرحله ترجمه بکنه، این دائما به روش‌های مختلف فکر میکنه درباره اون پدیده، یعنی به نوع مختلف به اون پدیده نزدیک میشه که توضیحش بده. بنابراین این نکته هم خیلی مهم هست. من اینجا میخوام چند تا نکته رو بگم. ما حالا به اونجایی رسیدیم که خب متوجه شدیم که چقدر مهم هست که ما در واقع زبان مادری رو تقویت بکنیم و اینجور افراد چه خصوصیاتی دارن. اینجور افراد بسیار مالتی تسکینگ هستن، اینها بلد هستن که حالا چه تو تفکر به صورت کلی خودشونو به روش‌های مختلف ابراز کنن. این خیلی مهم است و اونها به راحتی میتونن در واقع وارد گروه های هویتی خودشون و فرهنگی خودشون بشن و این خیلی هم ارتباط مستقیم داره روی عزت نفس و اعتماد به نفس بچه ها، هم خیلی ارتباط داره با اینی که یاد بگیرن چجوری در واقع میتونن تعلق به گروهی داشته باشن یا افراد دیگر رو بپذیرن در خودشون. و این رمزش ارتباط کانکشنه. و خدمت شما عرض بکنم، اما چی کار باید کرد؟ ما برای این زمینه چی کار باید بکنیم؟ اینجایی که زبان محیط خانه با زبان بیرون متفاوت است، به غیر از زمینه هایی که تلاش میشه و حالا از طریق مدرسه یا موارد دیگه، ما چی کار باید بکنیم؟ ما تا اونجایی که ممکنه ارتباطمونو با فرهنگمون، ارتباط خانوادهمونو با فرهنگمون باید حفظ بکنیم. یعنی از حضور بزرگان خانواده، پدر بزرگ، مادر بزرگ، حتی به صورت تلفنی، از شرکت در گروه مختلف که جذابن برای بچه ها باشه، از رفت و آمدهایی که تبدیل به این میشه، ما باید در واقع اینا رو استفاده کنیم. حالا اون مهمونی ها، اون شرایط وجود نداره، ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که زبان فارسی به خصوص بعد از سنین پیش دبستانی، یعنی به محضی که وارد میشه برای پیش دبستانی، واقعا در تنگنا قرار میگیره و زور زبان انگلیسی میچربه، همه چیز به نفع اون هست. بنابراین هیچ نگران نباشیم با توجه به سن بچه. اگر بچه‌مون قبل از اینی که به سن مهد کودک بره، حتی توانایی ارتباط برقرار کردن به انگلیسی رو نداشته باشه، تازه تو مهد کودک بخواد یاد بگیره و سرعت پیدا میکنه در یادگیری، ولی اگر با زبان مادری قوی
این قضیه رخ داده باشه ما بفرستیمش به زبان به مهد کودک، او اونجا درسته چالش داره ولی هم کوتاه هم خیلی نسبتاً راحت تره براش. چه بهتر بشه که ما هر چقدر قنا رو اضافه کنیم. حالا بعضی از خانواده ها ممکنه از دو تیره باشن با دو تا زبان، حتما با زبان مادری یا پدری اگه متفاوته، حتی سه تا زبان هست، هر کسی به زبان خودش با بچه ارتباط برقرار کنه. بچه‌ها تحقیقات نشون میده حتی زیر سنین مدرسه آمادگی آموزش زبان تا 7 تا زبان همزمان با هم دارن. بنابراین هیچ نترسیم، اگر بچه‌مون میخواد بره مهد کودک یا تازه رفته مهد کودک هنوز زبان انگلیسیش راه نیفتاده، به راحتی اون زورش میچربه به اونجا میرسه. ولی اگر با پیشینه زبان قوی رفته باشه، این نه تنها به آموزش زبان انگلیسیش کمک میکنه، بلکه اینم براش حفظ میکنه زبان مادریو که حالا آمادگی پیدا کنه با زحمت دوستان در کارزار فارسی در بی سی، حالا که وارد مدرسه میشه نه تنها زبان در واقع انگلیسی رو داشته باشه، بلکه زبان فارسی هم در واقع در کنارش مثل درس‌های دیگه داشته باشه. فقط اینجا یه پرانتزی باز کنم، ما بیشتر منظورمون این هست، یعنی این ایدئالی برامون نیست که الان در کشور کانادا ما هستیم و بچه‌مون رو بفرستیم، حالا چه بهتره هفته‌ای به جای هفته یه روز چطوره بره مثلا به قول معروف 7 روز هفته به عنوان مدرسه خصوصی بره یه مدرسه ایرانی، الان نمیدونم داریم یا نداریم، ولی بره یه مدرسه ایرانی. نه، ما منظورمون این نیست، ما منظورمون آموزش زبان مادری هست، نه آموزش به زبان مادری که دیگه حتی بیاد همه دروس و بقیه دروس هم به این بخونه. بله، اگر در اون آموزش زبان تاریخ ادبیات هست، ادبیاتش هست، دروس مرتبط با این هست، عالیه، باید هم به اون حد برسه که بتونه یه سری چیزها رو تحلیل بکنه به زبان فارسی. اما دیگه منظور اون این نیست که حتما تاکید بکنیم که مثلا شیمی هم یا ریاضی هم حتما به زبان فارسی این آموزش بید. این خیلی نکته مهمی. اما دیگه چه کارهایی میشه کرد که ما این قضیه رو در واقع پیشرفتش بدیم در خانواده ها و به خصوص ماها که در مضیقه هستیم از این بابت؟ ما در واقع باید برنامه هایی داشته باشیم، فیلم، داستان، تئاتر به زبانهای مادری داشته باشیم و درباش بحث بکنیم. ما چند وقت یه بار در خونه باید یه سری مسائل پیچیده تر رو حتی به بحث بذاریم با زبان فارسی و اجازه بدیم بچه هامون در اون زمینه صحبت کنن، مسخرشون نکنیم که حالا فلان چیز رو نمیدیم، اجازه بدیم از واژه‌ها استفاده کنن، اجازه بدیم تمرین کنن ضرب المثلای ما رو و خواندن و نوشتن که برای هر چیزی خیلی خیلی مهم هست. و مطلقاً من میگم صحبت در خانه فقط به زبان مادری، و این کافی نباشه که بچه های ما فقط بشنون، اونا به انگلیسی جواب بدن، ترجیحشون اینطوری است، نمیشه زور بالا سرشون باشه، اما با بازی با یک سری فعالیت هایی بدونیم بخشی از کارمون این هست که انتظار این هست در خانواده که شما به زبان فارسی صحبت بکنید. و این سویچ کردن به زبانهای مختلف باز کمک میکنه به رشد بیشتر شناختی اینها و در زمینه‌های مختلف به راحتی میتونن اینها بتونن سویچش بکنن به زمینهای مختلف. کارهایی که خودشون میتونن انجام بدن که این شامل بزرگسالان هم میشه نوشت، ما فراموش نکنیم نوشتن به فارسی رو و به قول معروف ژورنال نویسی برای خودمون داشته باشیم، از تجربیاتمون میگیم حتی اگر سخت هست. بعضی اوقات حالا من اگر
اون بر باشه، مثلا دفتری که یاد داشته روزانم هست، گاهی اوقات مجبور میشم با دست چپ بنویسم. خود این تمرین با وجودی خیلی سخته، با وجودی خیلی خرچنگ‌آور ممکنه بشه، خیلی کمک میکنه. چه اشکالی داره؟ ما حتی اگه زمان بیشتری از ما میگیره، ما بخشی از یادداشت‌هامون هنوز به فارسی باشه و بچه‌هامون اینو ببینن و حتما به مراکز مختلف ما بچه ها رو بفرستیم، مراکزی که زبان مادری و همراه با فعالیت ها و در واقع بازی های یاد میگیرن و این در درونشون در واقع درونی میشه و گوش کردن به ترانه های زبان مادری، تحلیل کردنشون و کتاب ها، سی دی هایی که وجود داره و اینجا و شرکت در اینجور در واقع رویدادهای فرهنگی که بخشی از هویت ما هست، نوروز، یلدا، انواع اقسام چیزها رو ما بتونیم در واقع اینها رو بخش مزه هاشو به بچه هامون بچشونیم. زبان فقط زبان نیست، یعنی یه فرهنگ رو در بر میگیره، بنابراین وقتی که صحبت زبانه شامل صحبت فرهنگ شامل زبان هم میشه، وقتی صحبت زبان هست شامل فرهنگ هم میشه. این یه گزیده بود که حالا من خواستم برای اینکه یه مقدار خستگی هم ایجاد نشه بیان کنم. خوشحال میشم اگر آقای دکتر عابدی نظری دارن بفرمایند و همینطور جناب یزدانی عزیز که خیلی زحمت ما به دوش ایشون بوده برای برپایی این جلسه و کارهای فنی و خیلی زمینه ها، باز هم تشکر میکنم. مرسی آقای دکتر صدری عزیز، یاد گرفتیم، خیلی بعضی از نکات بود برای من خیلی جالب بود و تازگی داشت و پی بردم بهش دلایلشو. من قبل از اینکه عرضی بکنم، آقای باجکیان دستشون بالاست و یه دوست دیگری، میخوام از آقای یزدانی اگر میشه لطفا به نوبت بفرمایند که مطرح بکنن. آقای فرزین اول بودن، بعد آقای صادق احمدی و بعدم آقای باجکیان. آقای فرزین نوشتاری در چت نوشتن که من دائما موضوع خط و زبان رو به صورت جایگزین استفاده میکنم. فکر میکنم شاید اشتباهی کلامی بوده آقای فرزین، من نیتی نداشتم، نمیدونم منظورتون چی بوده. آره خط زبان، آره شاید با هم دیگه همجوری سهوم بوده، فکر میکنم علتی نداشته. آقای صادق احمدی تشکر ندارن، آقای باجکی هم ممنون از لطفتون، ممنون از آقای دکتر صدقی و آقای دکتر عابدی عزیز، دوستانی که همیشه واقعا ما لطف داشتن و دارن و من خیلی فرصت کم بوده با هر روز با صحبت داشته باشم، ولی بعد اینجا داره اینجا بگم که همیشه احترام من و قدردانی من برای دوستی و همراهی هر دوی این عزیزان هستش و من میخوام اینجا ازشون تشکر کنم برای اینکه همیشه در حرکات اجتماعی بودند و حمایت کردند. ببینید داستان فارسی درویسی رو من میخواستم یه چند تا نکته راجعش بگم. یه سری نکات به حساب علمی تر رو دوستان توضیح دادن، ولی من یه مقدار در مورد مسائل در واقع که ما باش روبرو هستیم، چالشی که باش روبرو هستیم و به حساب چیستی خود کار، من میخوام یکم صحبت بکنم چند کلمه. ببینید اولی که میایم صحبت که میکنیم، خب خیلی وقتا، حالا من تو این جلسه هم میتونم امتحان بکنم، خیلی وقتا تصوری که از فارسی درویسی یا هدفش هستش اینه که ما حالا بیه مدرسه فارسی را بندازیم، کلاس فارسی را بندازیم و یه جورایی مثلا همه چی به فارسی باشه. خب نه، این نیستش و خب اینم این تصور به طب باعث یه نوع از موزگیری ها هم میشه. بعضی از دوستان خب خیلی خوشحال میشن، بعضی هم خیلی ناراحت میشن، میگن یعنی چی ما اگه بخواستیم بچه همون فقط فارسی یاد بگیره که خب میموندیم تو ایران. و خب من چیزی که میگم اینه که فارسی درویسی رو یعنی یه مقدار از دورتر بهش نگاه بکنیم.
از خارج از حالا یه جامعه، مثلا اسم فارسی رو فراموش کنید، یه زبانی هست، زبان هندی میتونه باشه، زبان گجراتی، زبان پرتغالی، زبان بربر میتونه باشه، زبان مایا میتونه باشه، هر زبانی که در ذهنتون باشه. یک جامعه ای، یک جامعه دانش آموزی، یه سری پدر مادر، اینا از سیستم آموزشی میان تقاضا میکنن که این زبان رو هم در کنار زبانهای دیگه بچه های ما بتونن انتخاب بکنن به عنوان یک زبان دوم. الان مثلا در بریتیش کولومبیا برای 9 زبان کوریکولوم استانی هستش. دوستان افغانستانی میگن نصاب، در فارسی من میگم برنامه درسی در فارسی ایرانی. ولی هر جوری بخواید نگاه بکنید، زبان من این زبان ها رو براتون بشمارم، زبان فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، زبان ژاپنی، زبان پنجابی، زبان اشاره آمریکایی، زبان کره‌ای و زبان مندرین، 9 زبان شد. و چند تا زبان دیگه هم هستش مثل زبان کروات، زبان عربی، زبان روسی، که اینها براش سازمان‌هایی مثل سازمان ما اومدن و کوریکولومی درست کردن، تایید دولت پیسی رو داره، منتها کپی رایتش متعلق به اون گروه هست، که در واقع این مرحله اولی است که ما می‌خوایم بریم. ولی مرحله آخر نیست. مرحله آخر ما اینه که باید مثل ما اون 9 زبان دیگه باشه. یعنی بحث اینجا بحث برابری هستش. ما هیچ دلیلی نمی‌بینیم که زبان فارسی جایگاهی پایین‌تر از مثلا زبان کره‌ای یا زبان پنجابی یا زبان ایتالیایی داشته باشه. میتونه مثل زبان‌های دیگه باشه که در اختیار دانش آموز هستن. برای این بحث که من گفتم سوای بحث زبان‌های بومی هستش و در واقع ببخشید من اگر نه اونا رو که نمیدونم احمدی رو اگر میوت کنید من نه اونا رو پلاس کنیم لطف دارید ببخشید جناب احمدی من جسارت نباشه. ببینید حالا بحث زبان‌های بومی رو بزنیم که بحث زبان خارجی هستش. ما میخوایم زبان فارسی هم مثل سایر زبان‌های خارجی، زبان‌هایی که زبان‌های غیر بومی، با یک برنامه استاندارد در زمان مدرسه و برای کردیت در اختیار دانش آموزان باشه. یعنی چی؟ یعنی این که بچه ما، فرزندان ما برن توی مدرسه مثل هر درس دیگه، مثل درس سوشال ساینس، مثل درس ریاضی، مثل درس علوم، فیزیک، هر درس دیگه‌ای در مدرسه یاد بگیرن با یک کوریکولوم استاندارد و نتیجه اون یادگیری در کارنامه‌شون بیاد. وقتی خواستن برن دانشگاه به عنوان واحد زبان خارجی که دانشگاه نگاه میکنه، لنگویج 11 که نگاه میکنه، زبان سال 11، فارسی رو هم بتونه قبول کنه. بعد بحثی این خیلی وقتا حالا گزینه‌های مختلف پیش میاد که مثلا چرا کانتینینگ استادیز نمیذارید، چرا نمیدونم افتر اسکول نمیذارید، چرا این کارو نمیکنید، اون کارو نمیکنید. ببین بحث برابری، این رو ما کوتاه نمیایم. ما به هیچ عنوان دلیل نمیدونیم که فارسی، گفتم که جایگاه پایین‌تری داشته باشه. و البته اینجا به نکته بعدی میرسم، جایگاه بالاتری هم نمیبینیم به نسبت بقیه زبان‌ها. ما اصولاً اون حالت ملی‌گرایی خود برتربینی رو خوب نداریم و باورمون این هستش که باید با هر گونه تبعیض مبارزه بشه و اصولاً هر زبانی وارد سیستم بشه، هر گروهی بخواد هر زبانی رو بیاره، ما ازش پشتیبانی میکنیم. من اینو در مورد دوستان ایرانی غیر فارسی زبان، دوستانی که زبان مادریشون فارسی نیست، یا حتی دوستان افغانستانی، اینو به اونها هم گفتم، اگه کسی گروهی بخواد زبان پشتو رو بیاره، زبان کردی، زبان ترکی، ما ازش حمایت میکنیم. تمام قد فارسی دربیسی پشت این دوستان میسته که بتونن این کار رو انجام بدن و ما خودمون رو با این دوستان همراه میبینیم، اونا رو توی کمپ خودمون میبینیم و هر کسی که برای زبان مادریش تلاش میکنه. یه نکته دیگه هم که ما اینجا مشکل داریم، حالا بحث من یه مقدار وارد حوزه استفاضی آقای دکتر حامدی و آقای دکتر صدقی میشم. ببینید ما یه مشکل بزرگ داریم در مورد زبان فارسی،
اون همینه که آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم به کودکان و نوجوانان در این زمینه کار آکادمیک و علمی انجام نشده. تأکید میکنم آموزش فارسی به عنوان زبان دوم به کودکان و نوجوانان، آموزش فارسی به عنوان زبان دوم به بزرگسالان کارهای بسیار ارزنده‌ای شده در مراکز در ایران، به خصوص در افغانستان خب امکانش رو نداشتن، تاجیکستان هم به خاطر اینکه خط سریلیک استفاده میکنن یه مقدار بحث متفاوت میشه، ولی این کارهایی که در مورد بزرگسالان انجام شده نمیشه اینن همون رو آورد و برای بچه‌های دبیرستانی، برای بچه‌هایی که در دبستان هستن استفاده کرد. باید تغییراتی ایجاد بشه. من حتی زبانشناس نیستم، تخصصی هم در این زمینه ندارم، ادعایی هم ندارم. دوستانی که متخصص‌تر از من هستن اینا رو گفتن، ما نقل قول می‌کنم. و کار مشکلیه. و یه کار مشکل دیگه هم که هستش اینه که جوامعی، من داخل پرانتز بگم فارسی دبیرستانی کارزار ایرانی ها نیستش، دوستان افغانستانی ما هم درش حضور بسیار پررنگی دارند. ما دو عضو هیئت مدیرمون از افغانستان هستند، رئیس کمیته معلمانمون از افغانستان هستش، کسانی که به حساب برنامه پیشنهادی ما رو تایید کردن دوستان افغانستانی درش نقش بسیار پررنگی داشتن و همیشه بودن و این رو ما افتخار میکنیم بشه این دو ملیتی بودن رو در واقع. ببینید یه کار دیگه، یه مشکل دیگه که ما داریم، من اینو گفتم که برسم اینجا، مشکل دیگه که ما داریم، جوامعی باید این رو پشتیبانی کنن، بیارن جلو و برسونن به نتیجه که بسیار زخم خورده هستن جوامع ایرانی و افغانستانی. نیاز به توضیح نیست، من دوستان متوجه هستم من چی میگم. و خورد شدند این جوامع، اعتماد به نفسشون اومده پایین و یه جورایی فکر میکنن که مثلا اگر این تفکری که میگم، من نمیخوام جمع ببندم، ولی یه تفکری هستش که وجود داره، خیلی ها همینو دارن، که اگر زبان ما رو قبول بکنن یا اگر کاری به زبان فارسی انجام بشه لطف ما کرد. نه، هیچ لطفی ما نکرد. یه حقیه که ما میتونیم داشته باشیم. و یک و ببینید فراتر از اون، ما فارسی رو نمیخوایم که فقط بچهای ایرانی که یاد بگن یا بچهای افغانستانی، ما میخوایم یه گزینه باشه برای همه بچه ها. بله قبول داریم که این استقبال در مورد جامعه فارسی زبان بیشتر خواهد بودش، ولی ما دوست داریم که ببینید باور فارسی دبیرستانی اینه که یک گنجینه هست به نام زبان فارسی، میراث مشترک ماست، هممون بهش افتخار میکنیم، دوستش داریم و میخوایم نگهش داریم، میخوایم ازش پاسداری کنیم برای نسل‌های آینده، ولی در این حال میخواهیم با همسایگان خودمون هم داشته باشیم. بحث شعر رو آقای دکتر آبدی مطرح کردن که این خیلی بحث جالبیه، بحث شعر، چون ببینید در زبان‌های دیگه به این صورت مطرح نمیشه بحث شعر، ولی الان مثلا من چیز جالبی که میبینم و اینو به نظرم بحثی هستش که ما نباید ازش عقب بمونیم، شعر در حرکت‌های اجتماعی، در بحث‌های جوامع مختلف در آمریکای شمالی به خصوص خیلی داره مطرح میشه. من مصاحبه می‌دیدم با رئیس جمهور فعلی آمریکا قبل از اینکه به مقام ریاست جمهوری برسه، در مورد شعر صحبت می‌کرد و تأثیر شعر اجتماعی، در واقع یک شعری که نگاه اجتماعی داره. در مراسم تحلیف آقای بایدن یک شاعر جوان اومدش، همین الان در کانادا هم این رو میبینیم، یک حرکت جالبیه و این یه چیز جدیده. اینو من مثال دارم میزنم، این ببینید ما میراثی داریم که میتونیم با دیگران قسمت بکنیم و باید همین کار رو بکنیم. ببینید حافظ، سعدی، مولانا، بیدل دهلوی، رودکی، اینها ببینید هیچ کدوم که نیومدن یه شعری بگن که مثلا خوب بگن برای این جغرافیایی که حالا الان داره این زبان رو حرف میزنه. یه پیامی داشتم که میشه، یه پیام انسانی هست که میشه با همه جهان به اشتراک گذاشت، با همسایگانمون میتونه کمک بکنه، میتونه راهگشا باشه اگر به اون پیام برگردیم. و من به نظرم این رو ما باید با دیگران قسمت کنیم. بحث افتخار نیستش که ما فقط بخوایم افتخار بکنیم که یه چیز داریم بعد همینجوری فقط دور هم بشینیم افتخار بکنیم، باید قسمت هم بکنیم.
یه نکته دیگه هم که من باید بگم در مورد بحث اداری قضیه هستش، من یه مقدار اشاره کردم، ببینید کار بزرگی هستش، اعتماد به نفس خیلی از ما پایین هست، ممکنه فکر کنیم من میذارم، من میشه، بله میشه، با وجود اینکه این کار قبلا انجام نشده به صورت علمی به عنوان تدریس فارسی به عنوان زبان دوم، با وجود اینکه برای اولین بار هستش که دو تا جامعه ایرانی و افغانستانی هر دو با هم دارن یه همچین حرکتی رو پیش میبرن، برای بار اول هستش که ما داریم یه حرکت اجتماعی بزرگ رو در میان فارسی زبانان کانادا پیش میبریم که میخوایم یه تغییر سیاست گذاری بدیم و زخم بردم هست. ولی من باور دارم، اگر ببینید من اگر یک لحظه تردید داشتم در شدنی بودن این کار، الان خدمت شما نبودم. من باور دارم که این کار شدنی هست، ولی حرکت بزرگی هستش، باید جامعه رو بتونیم دور هم جمع بکنیم. اینی که میگم من نمیام مثلا نقدی بکنم، گله‌ای بکنم چرا جامعه نمیاد، اگر جامعه جمع نشده، اگر تا حالا اتفاق نیفتاده، دلیلش این نیست که نمیشه، دلیلش این نیست که جامعه ما مشکلی داره، دلیلش اینه که ما راهش رو پیدا نکردیم و ما داریم سعی میکنیم این راه پیدا کنیم، ما داریم یاد میگیریم و خب تو این راه باید در کنار هم یاد بگیریم. ما یه مقدار سختگیری داریم البته توی این قضیه که به خاطر اینکه راه رو داریم دور هم پیدا میکنیم، یه مقدار از سختگیری هامون به خاطر اینه که سیستم اداری اینجا واقعا چیز جدیدی که هر روز یادگیری جدید داره برای خود ما. و یه بحث دیگه هم این بحث دو ملیتی بودنه، اینه هست که داده های کافی نداریم و حالا مسائل دیگه هم هستن. بعضی ها ممکنه فکر کنم ما مشکل پول داریم، نه، مشکل پول واقعیتش مشکل اصلی ما نیست، مسلما پول میخوایم، مسلما کمکمون میکنه، ولی بیشتر مشکل اینو داریم که نیروهایی رو پیدا کنیم که توانایی و با توانایی مدیریت و رهبری و اونو در جایگاه مناسبش رو جایگزینی بکنیم که بتونن کار رو به پیش ببرن. من حرفم رو میخوام با این قضیه تموم بکنم که در مورد لجاجت و حالا بعضی بگن لجاجت، من اینجوری نمیخوام بگم، در مورد مقاومتی که حالا دارن بچه ها. ببین ما یه مشکل دیگه هم که داریم، حالا من یادم رفت بود، الان یادم اومدش، در دبیرستان راحت تر این درس رو بردن، در دبستان واقعیتش یه مقدار مشکل تر هست به خاطر برنامه خیلی ثابت و من نمیخوام بگم غیر قابل تغییر، باید سخت غیر منعطف دبستان ها. در دبیرستان دانش آموز قابلیت داره که انتخاب بکنه، در دبستان خیلی همچین قابلیتی نداره و ما بیشتر تقاضامون در دبستان هست، چون پدر مادرها میگن که بچه‌مون میخوان یاد بگیره و خب بچه هم طبیعتا خیلی کسی نظرش رو نمیپرسه. ولی در دبیرستان ما با به حساب بچه‌هایی سر و کار داریم، تینیجرهایی که باید اونا تصمیم بگیرن، اونا باید بخونن وضعیت رو و این خب مسلما چالش خواهد بودش برای ما و چالش هست. اما یه مسئله رو ما باید در نظر بگیریم، تینیجری که حالا در سن 15 سالگی هست مثلا، شما یه 10 سال برید جلو به سن 25 سالگی که میرسه، ازش بپرسید اگه یاد نگرفته باشه فارسی، اگه یاد امکان نداشته، خیلی زیاد دیدیم از اینا. تا حالا شده یه جوون مثلا 25 ساله، 26 ساله، 22 ساله، 30 ساله ایرانی افغانستانی رو ببینید که اینجا بزرگ شده، فارسی رو به سختی حرف میزنه، نمیتونه بخونه و بیاد به شما بگه که من خیلی خوشحالم که فارسی رو نمیتونم بخونم و نمیتونم درست حرف بزنم و سختمه و نمیتونم ارتباط برقرار کنم، خیلی خوشحالم از این وضعیت. تا حالا هم چیزی من حقیقتش ندیدم، حالا دوستان نمیدونم دیدن یا نه، ببینید نیستش دیگه. یعنی این بچه ها که مشکل تقصیر اونا هم نیست، وقتی به این سن میرسن میبینن فرهنگمون در ارتباط نیستیم، با مادر بزرگمون نمیتونیم صحبت کنیم، با پدر بزرگمون نمیتونیم صحبت کنیم، یه متن فارسی رو نمیتونیم بخونیم، ارتباط فاصله افتاده بین پدر مادرمون و با ریشه هامون نمیتونیم ارتباط راحتی برقرار بکنیم. و میتونم
به جرات بگم من معمولا صفر صفر و صد نیستم، ولی فکر کنم نزدیک 100 درصد باشه اونایی که از این اون جوانایی که از این مسئله ناراضی هستن، یعنی من ندیدم راضی باشن. اینو من فکر کنم نزدیک 100 درصد باشه و اینو باید ما روش کار کنیم. ما باید کمک کنیم که بچه ما، جوان ما به اون محلی که رسید که دیگه حالا به قول من کار از کاری شده نمیگذره، ما یه وقت ازو بگیریم تازه است، ولی به اون محلی که رسید افسوس نخوره که بخواد بره و زحمت یه کلاس فارسی گیر بیاره، از برنامه زندگیش بذاره کنار، از دانشگاهش بزنه، از شغلش بزنه که بره فارسی یاد بگیره. این کار رو ما اینو ما باید این امکان رو فراهم کنیم که این افسوس رو نخوره و اینو باید برای بتونیم این پیامو بهش برسونیم که خب این گزینه رو الان داشته باشی فکر میکنیم بتونیم که استفاده کنیم. و من با آقای دکتر صدقی و آقای دکتر عابدی کاملا موافقم، بچه ما فارسی یادش بخشید انگلیسی مشکلی پیدا نخواهد کرد. اصرار این که حتما باید با بچه انگلیسی صحبت بکنیم یا به خصوص خانواده‌ای که تازه میان خیلی وقتا فکر میکنن باید از الان بچه رو انگلیسیش رو راه بندازن، نه راه میفته. من حتی از این فراتر میرم، اسپانیایی و فرانسه هم یاد میگیره بچه، ولی این فارسیه یه ذره سخت‌تره، امکانات کمتری هست براش، کلاس‌های کمتری هست و ممکنه بهترین کلاس برای بچه پیدا نشه وقتی رفتش دانشگاه. اون معلم فرانسه رو من میخوام یاد بگیرم، ببین چند تا کلاس فرانسه هست، چند تا گزینه دارم آنلاین آفلاین توی ونکوور توی شهر دیگه، ولی من چند تا کلاس فارسی اینجا میتونم پیدا کنم. بحث ما اینجاست. خلاصه گام هایی که ما الان باید برداریم اینه که باید بریم با مناطق آموزشی در حد محلی داریم ارتباط برقرار میکنیم که این درس رو بیاریم و بحث و بعدم این که با خانواده ها رو بسیج کنیم که نشون بدیم با قدرت که این خواسته وجود داره. یک مقام آموزشی در یکی از این مناطق رو من گفت که باید جامعه شما با قدرت و با حضور، حالا من یه اصطلاح شوخی دارم یه حضور میلیونی باید داشته باشه تو این وضعی. من ازش پرسیم یعنی چی؟ خب ببین من توی ونکوور منطقه آموزشی ونکوور بودم در زمانی که برنامه آموزش زبان چینی رو آوردن، من دیدم چه جوری جامعه چینی همه دور هم جمع شدن و اومدن این کار رو کردن و این چیزی هستش که برای هر جامعه شکلش فهم کنه. یه چیزی هم میگم تموم بکنم اینه که ببینید ما جامعه هستیم در گذار، حالا هم ایرانی هم افغانستانی، خیلی قدیمی نیستیم ولی خیلی هم جدید نیستیم و ما بعضی وقتا برای من شک پیش میاد آیا ما جامعه ایرانی داریم، آیا ما جامعه فارسی زبان داریم، آیا جامعه افغانستانی داریم، نمیدونم. بعضی وقتا میگم آره، بعضی وقتا میگم نه، ولی بحث جامعه سازی یا کامیونیتی بیلدینگ در جوامع ما با تکیه بر اون چیزی که 15000 کیلومتر اونورتر داره اتفاق میفته شکل نمیده. نمیگم راجع به ایران صحبت نکنیم، راجع به افغانستان صحبت نکنیم، باید صحبت کنیم، حتما وضعیتمون تاثیر داره، اما اون اتفاقات و روابط خارجی اون سرزمین با قدرت‌های دیگه نمیتونه مبنای جامعه سازی ما در کانادا باشه، ولی فارسی میتونه. ما هر اختلاف نظر سیاسی و عقیدتی با هم داشته باشیم فکر نمی‌کنم همون مشکل سر زبان فارسی مشکلی داشته باشیم، این یکی رو ما میتونیم باش جامعه بسازیم و جدی بگیریمش. من عرضم تمام، واقعا فقط میخواستم همینا رو بگم، عذرخواهی هم میکنم خیلی طولانی شدش. ببخشید من یه سوالی دارم آقای باجیکیان، خیلی استفاده کردم بخصوص این جمله آخر تو، خیلی قابل تأمله و اصلا یه چیز جدیدی رو باز کرد که جامعه ای که ایرانی اینجا تشکیل میده کاملا جامعه متفاوت از کشور مبدأه و باید این گونه باشه و شاید یکی از دلایلی که ایرانی ها دور هم جمع میشن به قول شما وصل شدن بند نافشون به اون کشور اصلیه، در صورتی که یادشون میره که چه مشترکات فرهنگی دارن که میتونه از اون کشور اصلا نشأت نگیره و به فرهنگ باستانی ایرانی خودمون برگرده. خیلی جالب بود این جملتون. حتی سوال من در این رابطه نبود، فقط خواستم بگم خیلی جالب بود. سوال دیگه من این بودش که آیا خبر داری در استان‌های دیگه چه کردن؟ در اونتاریو، در آلبرتا، در نیو برانزویک اینها آیا کاری صورت گرفته، اتفاقی افتاده که یه مدل داشته باشیم ازش؟
بله ببینید در استان حالا در مورد فارسی که خب نه کاری مثلا توی استان غیر آنتاریو رو بذاریم کنار در جای دیگه نه اتفاق نیفتاده. آنتاریو چیکار کرده؟ عرض کنم خدمتتون آنتاریو بحثی که داره یه نظامی که برای آموزش زبان داره با بیسی تفاوت داره. این تفاوت هم خوبه هم بد. خوبه از لحاظ اینکه زبان‌های بیشتری رو میتونن بیارن. بده از لحاظ اینکه خیلی محدودتر میتونن یه زبان رو بیارن. یعنی ببینید در آنتاریو اتفاقی که میفته مثلا دو لول دارن برای یک زبان الیمنتری و ادوانس. و فارسی هم اتفاقا دارن ولی فقط در حد محلیه و فقط هم بعد از زمان مدرسه هستش. این ببینید مثلا در آنتاریو من نگاه میکنم زبان کردی بود، زبان ارمنی بود، زبان فارسی. مثلا توی شمال آنتاریو، شمال تورنتو مدارسی هستن که تدریس میکنن ولی خب این بعد از مدرسه بودن خب موفقیت آمیز نخواهد بود دیگه. ولی از اون طرف خب ببینید من الان این نمیخوام ایراد بهش بگیرم ولی الان فرض کنید من با یه منطقه صحبت میکردم به من حرفی که میزد میگفتش ببین ما برنامه‌مون پره، یه درس اضافه میشه بعد یه درس کم بشه و حالا ما باید تصمیم بگیریم کدوم درس رو کم کنیم و ما متاسفانه زمانی اومدیم که این چیزا سخت‌تر شده. و از طرفی هم واقعیت شو بگم با اینکه خودمون رو جدی نمیگیریم، این متاسفانه مقامات هم خیلی وقتا ما رو جدی نمیگیرن. یعنی مثلا فکر میکنن که میتونن مثلا ما یه چیزی بگن ما مثلا میگیم چشم. نه هم چیزی نیستش، ما نباید هر چیزی بهم گفتن بگیم چشم. باید احترام رو حفظ کنیم، باید حرفه‌ای باشیم، باید با ارزش‌هایی که وجود داره اینجا کار کنیم ولی هر چی بهم گفتن نباید بگیم چشم. مرسی. آقای یزدانی لطفا سوال. بله خیلی من جلسه پرباری بود امشب. قبل از هر چیز میخوام از جناب آقای باشیکیان تشکر کنم به خاطر صحبت های خیلی خوبی که امشب کردن. من خودم به شخص آشنایی زیادی با کارزار فارسی در بی سی نداشتم، امشب خیلی متوجه جزئیات زیادی شدم. براتون آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم یک روز در بی سی شاهد این باشیم که بچه های ما بتونن کورس فارسی رو همانند سایر کورس هایی که میتونن انتخاب کنن به صورت الکتیو داشته باشن. من فقط خلاصه کنم، شما سه مورد رو فرمودید که در واقع مشکل هست. یکی نبودن منابع آموزشی هست برای نوجوانا که این باید روش کار بشه، کارشناسان عزیز و کسانی که تو این زمین کار میکنن در واقع نیاز رو برآورده کنن. موضوع دیگه نداشتن اعتماد به نفس بود، اعتماد به نفسی که گفتید باعث میشه ظاهرا این کار پیش نره. این مثال زدید که چینی ها چجوری دور هم جمع شدن و این کار رو انجام دادن. خب این یه مقدار باید البته توضیح بیشتر داده بشه که معنی چی هست دور هم جمع بشن، آیا باید مثلا میتینگی داشته باشن، آیا باید برنامه های داشته باشن. این باید یه خورده بریکدان بشه که چجوری میتونن این اعتماد به نفس رو داشته باشن که این کار رو جلو بره. موضوع مهم دیگه رو که فرمودید علاقه‌مندی بچه‌ها بود که این البته چیز ساده نیست. اینجا جاییه که بالاخره تخصص جناب دکتر صدقی هست و جناب دکتر آبدی که روی زمینه بتونن نظریات رو داشته باشن چطور میشه این علاقه‌مندی رو ایجاد کرد و اون اینترست، اون دیمند باید ایجاد بشه که ما بتونیم بگیم خب حالا این جایی داره توی مثلا درس بچه ها یا بخوان برن دنبالش. همونطور که مثال زدید بچه‌ای که سن 25 سال میرسه خیلی دنیاش متفاوت میشه از بچه‌ای که دبستان هست یا دبیرستان هست. دنیا رو با جزئیات بیشتری میبینه و اونجاست که تشخیص میده که اکاش فارس رو هم بلد بود، ارتباطات بیشتری میتونست پیدا کنه و مسائل بیشتری رو میفهمید راجع به خودش، خانوادهش، فرهنگش. ولی نکته اینه که چه کار باید کرد که
در واقع این علاقمندی ایجاد بشه. من یک جمله رو از شما اینجا یادداشت کردم، خیلی برای من جالب بود، اون هم این بودش که گفتید با زبان فارسی میشه یک جامعه رو ساخت، میشه یک جامعه ساخت، و فکر کنم منظورتون این هستش که چون این اشتراک وجود داره به عنوان زبان فارسی میتونه پایه‌ای باشه برای درست کردن یک کامیونیتی خود زبان فارسی، که فکر میکنم این نکته خیلی جالبی هست. برای خیلی تشکر میکنم جناب آقای باجیکن که زحمت کشیدن، از همچنین دکتر آبدین و دکتر صدقی. مطلب زیادی بود که من اینجا یادداشت کردم، نمیدونم جناب آقای صادق احمدی هم بگید سوالشون رو بکنن که بعد جمع بندی کنیم. آقای صادق احمدی هم جوری دست بفرمایید. جناب صادق احمدی بفرمایید. میوت هستم. جناب احمدی میوت هست. می کنند به این رسیده ها و جایگزینی، نمیدونم صدای من بسته است مثل این که نه الان باز هست. بله، سپاسگزاری می کنم از همه شما و گردانندگان که پافشاری دارین می کنین در رابطه با یادگیری زبان مادری ما. من دو تا سوالم اینه که یکی رابطه پیشرفت تکنولوژی و اومدن به اصطلاح مترجم های حالا یا نرم افزار های مترجمی یا المنت هایی که داره کار ترجمه را انجام میده و ضرری که داره میزنه به این هدفی که ما داریم پیگیری میکنیم، یکی اینه. یکی دیگه این که من خودم به شخصه دارم زبان پارسی را از یه سری چیزایی که عربی داخل شده اینو دارم خودم تو خانواده خودم حذفش میکنم. مثلا واو را در بیشتر جاهایی که لازم نیست، مثل خوش، چون ما خوش را میتونیم خی و شین بنویسیم، ولی چرا بنویسیم خوش؟ یا اینکه کاملا دو تا یه الف و یه همزه است که این مال عربیه، من بنویسم کاملا. من خواستم ببینم آیا من اشتباه میکنم و آیا در این رابطه موفق هستم یا نه. ضمن این که به شخصه اگر که به اصطلاح درست باشد ایده من، حاضرم همه گونه پافشاری روی این قضیه بکنم. الان صبح، امروز صبح پسر من اومده میگه که پدر تو شعرهای چیز را میفرسی، حافظ را میفرسی، مولوی را میفرسی، ولی ما تازه نیاز داریم به یک کسی این شعرها رو تفسیر کنه، اینا به زبان ما نیست، به زبان عامه مردم ما نیست. حالا راهکار، این جوابی که من میتونم به پسرم بدم چی هست؟ اینا زحمت بکشید که من راهنمایی بفرمایید. ضمن اینکه بازم تاکید میکنم من آمادگی کامل دارم که در این رابطه پیش برم تا هر جایی که امکان داره. درود بر شما. متشکر آقای صادق احمدی، خیلی ممنون. دوستان آیون هر کدوم مایلن جواب بدن به آقای صادق احمدی، آقای دکتر آبدی، آقای دکتر صدقی، آقای باجیکیان، کدوم جواب میدید؟ من با کسب اجازه شما میفهمید؟ بفهمید. آی دکتر صدقی میوت هستید. مسکای دکتر. آی دکتر میوت هستید. نه خواهش میکنم بفهمید شما اگر. من یه پاری عرضی خدمت آقای احمدی دارم. آقای باجیکیان ببخشید. خواهش میکنم. من یه عرضی خدمت آقای احمدی دارم. اشاره خوبی کردن. حالا به غیر از سوال آخرشون که در مورد اون حالا میخوام دوستان نداره. ولی بحث قسمت اول فرمایششون به دلایلی که در عرایزم صحبت کردم، اون یک نوع موزگیری های ایدئولوژیک و نشنالیست، چی میگن، ملیگرایی افراطی به دلیل اتفاقاتی که واقعا بازیکیان در کشور ما و افغانستان افتاده، مدتی است، چند سالی است که خیلی های نهضت رو شروع کردن عرب زدایی کردن از زبان فارسی و
اصرار و ابرام بسیار سختی هم دارن که آقا من مثلا یادمه توی محفلی جمع میشیم مثلا میگم دو مثلا دارم صحبت میگم دومن میپره واسه طرف آقا تو دومن ما نداریم ما باید بگوییم نخست و دویم و سیم و چهار خیلی خوب باشه یعنی اصلا رشته کلام از دستم در میره طرف میپره میگه بگو نخست نه بگو فلان ببینید این نهضتی که شروع شده عرب زدایی از زبان فارسی به دلیلی که عرض کردم اون حساسیت های ایدئولوژی یه مقداری افراد گونه داره میشه و حقیقت امر اینه هیچ تمدن هیچ تاریخی هیچ وقت مثلا چین نمیتونه دینای کنه انکار کنه که روزی زیر چکمه ژاپنی ها بوده هیچ وقت ژاپن نمیتونه دینای کنه که روزی به تمام کشورهای دوربر خودش تجاوز کرده هیچ وقت هیچ کس هیچ تاریخ و تمدنی نمیتونه گذشته خودش رو به فراموشی بسپاره به خصوص گذشته‌ای که آمیخته بشه با فرهنگ و زبانش ببینید ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم زبان فارسی ما زبانی شده مخلوط از فارسی و عربی بسیاری از اشعار ما به زبان عربی و با کلمات عربیه که مفهوم پیدا میکنه و زیبا داره میشه حافظی که میبینید خیلی از اشعارش سه بیت چهار بیتش عربیه یعنی آمیختگی بین زبان فارسی و عربی به وجود اومده که جدا کردنش هر کدام از این زبانها رو لطمه میزنه جالب اینجاست آقای احمدی فردای روز شما فکر کنید اصلا یک نفر آمد توانست تمام واژه های عربی رو فارسی در بیاره من میتونم به شما قول بدم هیچ کس یک کلمه یک جمله رو نمیفهم هیچ کس نمیفهم مثل این میمونه الان کسی میاد به زبان پهلوی کهن سخن بگه خب نمیفهمیم برای اینکه ما فارسی که میگیم فارسیه که با کلمات عربی عجین شده و یاد گرفتیم و این جدا کردنش به نظر من کمی دیگه زیادی افرادگری در ناسیونالیستی و ملیگرایی و یه نوع لجبازیه به نظر من خب آقا آره واقعا ما خب خیلی سمون عربیه داریم میگیم چیکار کنیم اگه وردارم ما اونو فارسیشو فکر کنید معادل هم داشته باشیم که بعضی هاشو شاید نداشته باشیم بذارم هیچ کس نمیفهمه من یادم یه جمله‌ای بود یه جمله خیلی ساده یه نفر به من فارسی کامل گفت نه تنها نفهمیدم خندم هم گرفت چون کلمات خیلی مهجور و تمسخرآمیز خب بنابراین نه به نظرم باید بپذیریم ما هزار خورده سال حکومت عباسیان و امویان رو داشتیم هزاران سال زبان فارسی قدغن بوده عربی بوده خب فردوسی آمد احیا کرد و بعدها خوشبختانه زبان فارسی احیا شد ولی اون به قول انگلیسی ها اون فوت ایج مونده و ما نمیتونیم نه میتونیم و نه نباید انکارش کنیم به آخر تاریخ ما پر از این مثل این میمونه کلمات مگه کم ما کلمات مغولی داریم مگه ما کم کلمات خیلی کلمات مغولی نمیتونیم ببینیم خب برای اینکه سالهای سال زیر یوغ مغول بودیم خب بنابراین نمیتونیم بیم دینای کنیم بیم بگیم آقا ما میخوایم برگردیم به 2000 سال پیش فارسی نه تمام شد آنچه که از امروز ایران میبینید نتیجه تمام این بالا پایین ها و این فراز و فرود ها و این تجاوز ها و آنچه که باقی مانده این است تمام ببخش این پا دمده حافظم که فرمودید بله بچه ها راست گفتن خود ما اگر در ایران بودیم خود ما الان در ایران شما میرید در مدارس حافظ رو میخونید نمیتونن معلماش نمیتونن بعد یا تفسیرش کنن حالا بچه ها شما تقدرن اینجا خب بله سخته حافظ فقط حافظ هم نیست شاهنامه هم مثلا این داست این اتفاقا اینی که گفتید من از اینجا من عذرخواهی میکنم از آقای دکتر سفیدی و آقای دکتر عابدی که من پریدم وسط بحث خیلی جالب بودش یه نماینده توی مجلس شورای اسلامی یه نماینده جاهلی این حالت من یه نکته آموزشی داخل پرانتز بگم یه چیزی در تاریخ ما یه غلط مصطلحی افتاده که ما میایم راجع به محمود افغان و اشرف افغان کرنهوی دو تا اشغالگر خارجی اومدن مثلا حکومت صفوی رو سرنگون کردن نه اینا دو تا شهروند امپراتوری شاهنشاهی صفوی بودن از قندهار اومدن و این کارو کردند و به نام خودشون سکه زدن پادشاه ایران شدن سفیر مبادله کردن و ما نمیخوایم اینو قبول کنیم محمود افغان که در واقع اسم درسته ایشون محمود هوتکی خب بله آدم جنایتکاری بوده مثل خیلی از پادشاه‌های دیگه و اینو من از این لحاظ دارم میگم که این اومدش یه نماینده توی مجلس شورای اسلامی
میخواستش یه نفر دیگر تحقیر بکنه، گفتش که مثلا وقتی اجداد شما و محمود افغان اومدن اصفهان رو چیز کردن، ما مثلا این کار کرد. یک افغانستانی مقیم ایران اومدش از شاهنامه ابیاتی رو خوند که در واقع حدودی رو که فردوسی برای مرزهای ایران و اون مشخص میکرد رو در واقع این رو برشمرد که مثلا شهرهایی که اسم میبره قرچگان و نمیدونم بلخ و نمیدونم زابل و همه اینا غور و اینا همه توی افغانستان الان، یعنی مثلا شاید یکی دوتاش توی ایران باشه. حالا اون شعر رو اشتباه خوند، اون شعر رو خیلی سخت براش بود و اینا، من خواستم بگم این شاهنامه هم این اتفاق براش میفته. و حالا میخواستم جواب این حرف که فرمایش آقای احمدی رو بدم که بله، ما یکی از مشکلات بزرگی که داریم وقتی میگم که ما فارسی رو براش موادی نداریم، برنامه‌ای نداریم، تجربه‌ای نداریم برای آموزش به بچه‌ها و نوجوانان، اینه مشکل ما، اینه. الان شعر حافظ یا اشعار ما خیلی وقتا از نظر من اینجوری نباید باشه و میتونه نباشه، ولی یه چیز قابل، مثلا یه برج عاجی درست کردیم برای حالا این شاعران عزیز ما که مثلا هیچ کس نمیتونه بهش دست پیدا کنه، یه جایی هم که دست نیافتنی هم، برای ما هم دست نیافتنی هم، برای بچه های ما هم حتما دست نیافتنی هم. خب اینو باید درست کنیم. ببینید در زبان انگلیسی یا در زبان مثلا فرانسه مثلا خب برای آموزش به کودکان مثلا خیلی کتاب های زیادی هست و حالا در فارسی هم این اتفاق افتاده، ولی برای زبان دوم کمتر. یه چیز دیگه هم من در فرمایش آقای دکتر آبدی اضافه بکنم، من از چیزی که آقای دکتر آبدی گفتن فراتر میرم. من حتی میگم که چیزی که ببینید، اولا همه زبان ها اصلا تأثیر میگیرن و فارسی هم از عربی تأثیر گرفته، عربی هم از فارسی تأثیر گرفته، در عربی هم واژگانی از فارسی هستش و حتی اسامی معرب شده از فارسی هست، مثلا اسم وهرس که الان توی عربی خیلی استفاده میشه بهروز بوده، از این مثال ها زیاد هستش. حالا ما خیلی نمیدونیم، من خودم هم دانشم پایینه در این زمینه. زبان پنجابی از زبان فارسی خیلی الهام گرفته، زبان فرانسه از زبان انگلیسی از همه زبان ها الهام گرفته تقریبا، زبان فارسی از روسی هم حتی الهام گرفته، چیزهای واژگان مختلف اومدن. و در مورد عربی اتفاقا ما ببینید یه بحثی راجع به رسم الخط میشد که بعضی وقتا گفتن لاتین بکنیم، رسم الخط دستور زبان رسم الخط عربی و دستور زبان عربی رو خب ایرانی ها درست کردن، یعنی حالا ایران که میگم ایران بزرگ منظورم هستش، جایی که تا ماوراء النهر هم میره، اینها درست کردن. سیوتی ایرانی بودش که گرامر زبان عربی رو نوشتش، رسم الخط عربی رو ایرانی ها نوشتن و اینو یه چیز بیگانه نیستش. و یه حالا با این حرفم تموم میکنم که مثلا کسی اومد، آقای هادی خورسندی طنز پرداز میگفت که این اومدش گفت مثلا سلام، اومدن گفتن نه چرا شما این سلام باید بگی درود. و خیلی خب من بگم درود، بعد من با تکلیفم با سعدی چی میشه؟ میگه سلامی چو بوی خوش آشنایی. بعد گفتش که بعد گفت اتفاقا پسرخاله منم هم مثلا نظرش همینه، مثلا تو فکر میکنی من باید بگم درود؟ گفت ای چه جالب، سلام منو بهش برسون. من گفت چشم، درودتون رو میرسونم. و این ببینید این مسئله هستش و ما خیلی به نظرم چیز نکنیم، خیلی این مسئله رو این من گفتم در مورد بحث مبارزه با تعویض و نژاد پرستی، ما اینو نداریم واقعیتش. و چیزا ما میخواییم درست باشه مثل حکومت که الان در ایران هست، اصراری نداریم به زور واژگان عربی رو بیاریم در فارسی، و مثل حکومت طالبان هم اصرار نداریم به زور واژگان پشتو رو بیاریم در فارسی. میخواییم یه چیزی باشه که همون جوری که هست زبان رو عرضه بکنیم. در آخرم اینو بگم، ببخشید من زیاد حرف زدم، زکاالملک فروغی که فرنگستان زبان ادبی فارسی رو درست کردش و خب زبان فارسی خیلی به ایشون مدیون هستش، در مورد این بحث خیلی صحبت خوبی کرده بود، گفت این گونه پالایش و اصرار بر فارسی سازی فارسی سره این حاصلی نداره از نظر ایشون دارم میگم. و خب اینم واقعیتش در خیلی از بزرگان ما اینو خیلی روش تکیه ندارن. من جسارت کردم به اساتید و شرمندم.
من خیلی تشکر میکنم. اگه اجازه بفرمایید جناب مسئله، این بحث رو ادامه ندیم چون که از محور گفتگوی ما کلن خارج هست. ما محور گفتگوی فقط یک دقیقه وقت دارید برای جنبندگی. بله، من میخوام اینو تاکید کنم که بحث گفتگوی امشب در واقع اهمیت یادگیری زبان مادری بوده برای بچه های مهاجری و بحث زبان اینجا نمیخوایم بکنیم، بحث ورود زبان های دیگه به زبان فارسی نمیخوایم بکنیم، این بحث رو کلا منحرف میکنه. من میخواستم فقط اشاره مختصری به صحبت های خیلی ارزشمند جناب دکتر صدقی آقای فرزین رو جوابشون ندادید، دوباره یه یادداشت گذاشتن. من یادداشتی گذاشتم، میبینید شما یادداشتو. من میخوام عرض کنم خدمت شما در این زمینه صحبت کردیم، وقتی که صحبت زبان مادری میکنیم نمیشه به صورت ملا نقطی نگاه کرد، چون زبان مادریه و مادر با بچهش فقط صحبت میکنه و خط رو نمینویسه. وقتی میگیم فراگیری و تقویت زبان مادری یا هر زبانی، شامل تمام مهارت‌های زبانی میشه و به خصوص مهارت نوشتاری که مهمترین عاملش خط هست. بله، خیلی ممنون، تشکر از این. من اجازه بفرمایید فقط مختصری اشاره کنم، یه جمع‌بندی داشته باشیم برای برنامه امشب که دوستان در واقع این رو به خاطر بسپرن. یک نکته خیلی زیبایی رو جناب دکتر صدقی فرمودن و اون این بودش که این تعبیر رو داشتن که یاد گرفتن زبان مادری در واقع راه دیگری برای فکر کردن رو ایجاد میکنه. این نکته خیلی مهمی هست. من دوست داشتم که فرصت داشتیم و از ایشون بخوایم بیشتر در مورد این صحبت کنم. یک اشاره داشتن به این که وقتی که بچه زبان مادری یاد بگیره، در واقع از زاویه‌های مختلف به یک موضوع نگاه میکنه و میتونه در واقع تحلیل بهتری داشته باشه، چون که نوع فکر کردنش فرق میکنه و همینطور مسئله اعتماد به نفس رو مطرح کردن، مسئله هویت رو مطرح کردن. اینها چالش‌های بزرگی هستش که بچه ها توی سنین خاصی که به خصوص نوجوانی بهش مبتلا میشن. ایشون پیشنهادشون این هستش که یادگیری زبان مادری به بچه هایی که به خصوص بچه های مهاجرین این کمک فوق‌العاده رو میکنه که بتونن از گذر این مسائل به خوبی گذر کنه از این مسائل و در موقعیت خیلی مناسبتری قرار میگیرن. از جمله این که ایشون اشاره داشتن در رابطه با این که من رو یادداشت کردم، ترک تحصیل کمتری اتفاق افتاده برای این بچه ها، آزمون هوشی که انجام شده، آزمون هوشی ریبن هست اگر درست بگم خدمتون، نشون داده که بچه هایی که زبان مادریشون رو تقویت کردن خیلی موفق تر بودن در این موضوع. در رابطه با رشد شخصیت ایشون اشاره داشتن که من خب خیلی استفاده کردم و میدونم که اینا هر مورد اینها واقعا جای صحبت فراوان داره. در مورد با تفکر واگرا صحبت فرمودن ایشون و تفکر نقاد. من نمیخوام وقت دوستان رو خیلی بگیرم، جناب دکتر آبدی هم در رابطه با سه طبقه که جامعه مهاجرین در واقع با زبان برخورد میکنن، زبان مادری که یک دسته از اونها در واقع خیلی تلاش میکنن بچه ها هم خواندن هم نوشتن رو یاد بگیرن و یک دسته هم که در حد فقط گفتگو محاوره در خونه هستش و یک گروه هم که کاملا برعکس سعی میکنن که بچه زبان فارسی رو یا زبان مادریشون رو یاد نگیرن. من مطمئن هستم که میتونستیم خیلی بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنیم، ولی اون چه که امشب مهم بود ما دور هم جمع شدیم این بودش که بفهمیم یادگیری زبان مادری چه اهمیتی برای بچه های ما داره و من خیلی خوشحال هستم که موارد زیادی رو اینجا
مطرح شد. مختصرا من راهکارهایی که جناب دکتر صدقی فرمودن رو یک بار مرور میکنم و برنامه رو خاتمه میدیم اینجا. ایشون ارتباط با بزرگترها رو پیشنهاد کردن و همینطور هر کسی که پدر یا مادر با زبان خودش با بچه ها صحبت کنه، اگر دو زبان مختلف هست حتما با دو زبان مختلف صحبت کنید. بچه ها هیچ مشکلی تو یادگیری ندارن، حتی همینطور که فرمودن تا 7 زبان رو میتونن یاد بگیرن. ایشون اشاره کردن به اینکه به فیلم، تئاتر، کتاب و مسائل پیچیده در خونه مطرح بشه. این باعث میشه به رشد زبان بچه و اینکه بتونه خیلی جدی زبان رو یاد بگیره. خیلی اشاره خوبی داشتن به نوشتن به فارسی و اینکه ژورنال به فارسی باشه و همچنین گوش کردن به ترانه های زبان مادری. که من در این موضوع تجربه شخصی مو خدمتتون بگم که دختر کوچیک من آوینا خیلی خیلی علاقه به آهنگ‌های کره‌ای داشت، مثل همه نوجوان‌ها کورین پاپ که خیلی معروف است. و برام جالب بودش که چند وقت پیش دیدم که موسیقی ایرانی رو گوش میکنه. گفتم چی شد؟ عوض شد، سویش کرد به موسیقی ایرانی و فارسی. و من متوجه شدم از زمانی که ما این تابستون رفتیم و توی اون محیط قرار گرفت و یک کانکشنی پیدا کرد، خیلی برای جالب شده که موسیقی فارسی رو گوش کنه و با علاقه گوش میکنه و شعراش رو میخواد بفهمه و خیلی علاقه به زبان و یادگیری پیدا میکنه. این کاملا این حرف درسته که گوش کردن ترانه ها به زبان مادری خیلی کمک میکنه و همینطور شرکت در مراسم های فرهنگی اجتماعی مثل نوروز، شب یلدا و تمام مراسمی که ما میتونیم داشته باشیم. به هر حال اینا همه پیشنهادهایی هستش که مهاجرین میتونن به اجرا بذارن. خیلی کار سختی نیست اگر که علاقه داشته باشن بچه ها از اون فوایدی که مطرح شد برخوردار بشن. این روش ها هم پیشنهاد شده و من مطمئن هستم که با یادگیری زبان مادری، همونطور که اساتید محترم مهمانان گرامی امروز فرمودن، بچه ها آینده خیلی بهتری خواهند داشت. باز هم تشکر میکنم از جناب دکتر مهدی عابدی، دکتر علیرضا صدقی و آقای باجیکیان، مهمانان عزیز برنامه امشب ما. خیلی ممنون، خسته نباشید. شکر از شما جناب آقای یزدانی، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم. مهمانان عزیز، از اینکه به هر حال تشریف آوردید ممنون هستیم. من حقیقتش احساس خودم رو در این جلسه و این بحث اینجوری بیان میکنم که وقتی وارد فرودگاه ونکوور میشید، میبینید که به زبان انگلیسی و به زبان چینی به شما خیر مقدم میگن. ما تا کی باید زبانمون اینقدر در غریبی و تنهایی باشه؟ و من خواهش میکنم در واقع گروه های مختلف سعی کنن این حرکت رو ترویج کنن. ما در نوروز اگر دقت کرده باشید، در واقع هم به انگلیسی، هم به فرانسه و هم به فارسی برنامه رو که اجرا کردیم، دوستانی که اول جلسه انگلیسی صحبت میکردن و فارسیشون ضعیف بود، بعد از 10-15 ساعت که برنامه پر شده بود، خیلی فارسی روان صحبت میکردن. اینه که جشن‌ها، مهمانی‌ها و این برنامه‌ها، فیلم‌ها که خودشون مشارکت داشته باشن خیلی مؤثره در واقع ترویج زبان فارسی. زمینه که از آقای باجیکیان و سیستمشون هم در نوروز دعوت کرده بودیم، از اون روز ما علاقمند شدیم که به این سازمان فارسی در ویسی کمک کنیم و از همه شما خواهش می‌کنیم که ساپورت کنید تا ما حداقل تو دبیرستان‌ها و دبستان‌های جای پایی برای فارسی پیدا کنیم. ممنون، سپاسگزارم. شب شما بخیر. خیلی ممنون از حضورتون. خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار. شب همگی بخیر. خدا نگهدار.